سلام مخاطبان عزیز، من محمد رضایی هستم، سازنده فیلم های آموزشی ریاضی و فیزیک. این فیلم سوالات امتحانی یا بگیم تمرینات تکمیلی از فصل ترکیبیات یا شمارش از کتاب ریاضیات گسسته مربوط به پایه 12 رشته ریاضی فیزیک هست که از کتاب پرسمان گاج انتخاب شده. یه مجموعه سوالی هست، 125 سوال در 3 بخش، که بخش اولش که تمرینات 1 تا 44 هست خواهیم دید. بیشتر مربوط هست به جایگشت که در سالهای گذشتم باهاش آشنا شدیم. یه نگاهی کنیم به سوالاتی که در این فیلم قراره حل کنیم. تمرینات 1 تا 44 رو در این فیلم حل خواهیم کرد. سوالات از کتاب پرسمان گاج هست. تمرینات سطح بالایی دارن، بعضن نکات دارن. آموزش کامل مربوط به فصل ترکیبیات رو که به عنوان پیش نیاز برای این فیلم هست در صفحه رشته ریاضی فیزیک میتونید دانلود کنید. آموزش کامل فصل‌های ریاضیات گسسته قرار داده شده، تمرینات تکمیلی فصل هم قرار داده شده. شروع کنیم به حل کردن. تمرین اول یک سوال چند قسمتی هست، میگه با ارقام 0, 1, 2, 3, 4, 5 و بدون تکرار ارقام. باید سوال مشخص کنه با تکرار یا بدون تکرار و اینا ابهام داره. اینجا مشخص کرده. چند عدد 5 رقمی فرد میتوان نوشت؟ روش حل این مسائل اگر یاد بگیریم، خیلی از سوالاتی که در این زمینه مطرح میشه و متنوع هست و تنوعش بسیار زیاده رو میتونیم حل کنیم. مسائل بیشتر از اینکه یک فرمولی به کار گرفته بشه، مثلا بگیم 4 فاکتوری 5 فاکتوری، بیشتر به مفهوم کار داره. ما وقتی میخواییم عدد 5 رقمی ببینیم چند تا میشه، 5 تا جای خالی در نظر میگیریم به عنوان جاهای 5 تا رقم. از اونجایی که عدد باید فرد باشه و بین این 6 رقم 1 و 3 میتونه با 5 قرار بگیره، 3 تا حالت اینجا. توی این جاهای خالی اون تعداد حالت‌ها رو قرار میدیم. 3 تا حالت اینجا قرار میگیره. بعد میاییم پر میکنیم. از کجا؟ از جایگاه سمت چپ یا نه؟ فرقی نمیکنه. از اینجا شروع میکنیم پر کردن. توی این رقم، توی این جایگاه که میخواییم پر کنیم، چند تا گزینه داریم برای قرار دادن. یکی از اعداد 1, 3, 5 در اینجا قرار گرفته، بنابراین 2 تا عدد میمونه به همراه اون پنج تا عدد دیگه. نه، اینطوری میگیم یه دونه از این عددها قرار گرفته، 0 هم نمیتونه قرار بگیره، بنابراین یه دونه از اعداد از 6 عدد قرار گرفته به همراه 0، بنابراین میگیم از 6 تا 4 تا امکان داریم. حالا برای جایگاه بعدی، یعنی برای اینجا،
چون صفرم میتونه قرار بگیره، دو تا رقمم رفته، بنابراین فقط دو تا رقم رفته دیگه، هرچی مونده چهار تاست. چهار تا هم اینجا، بعدی سه تا، بعدی دو تا. یه بار دیگه، پس یک و سه و پنج یکیش اینجا قرار میگیره در جایگاه یکان، چون یکی از اعداد رفته صفرم نمیتونه در جایگاه سمتش هم قرار بگیره، چهار تا بعد چهار تا و سه تا بعد دو تا بعد سه تا. حالا این عدد رو حساب میکنیم بگیم چند تا حالت میشه. چهاره ضرب در چهاره ضرب در سه ضرب در دوه ضرب در سه، چهار چهار تا شونزده تا شونزده سه تا چهل و هشت، دو تا نود و شیش سه تا دویست و هشتاد و هشت. بنابراین دویست و هشتاد و هشت عدد مختلف فرد میتونیم بنویسیم که ارقام تکراری هم ندارم. چند عدد پنج رقمی مضرب پنج میتوان نوشت؟ جایی که صفر رقم یکان میتونه قرار بگیره دو حالت در نظر میگیریم. الان برای اینکه مضرب پنج باشه ما دو دسته عدد داریم. یک، رقم یکان صفر، چون اعدادی بر پنج بخش پذیری که رقم یکانشون صفر یا پنج باشه. دو، رقم یکان پنج. پس این تفکیک رو انجام میدیم. چرا این تفکیک رو انجام میدیم؟ به خاطر اینکه وقتی که پنج تا جای خالی در نظر میگیریم، اگر بگیم برای رقم یکان دو حالت داریم و اون حالت یکیش اینه که پنج باشه اینجا دیگه، یعنی پنج رو قرار بدیم اینجا دیگه صفر نمیتونه اینجا قرار بگیره، برای همین حالتها رو تفکیک قائل میشیم که بدونیم با چه حالتی سر و کار داریم. صفر اینجا قرار گرفته به عنوان یکان، خب پس دیگه برای ده هزارگان مشکلی نداره، برای جایگاهی که سمت چپ هست دیگه ما هر پنج تا عدد باقی مانده رو میتونیم قرار بدیم، برای این تفکیک قائل میشیم. خب پس اگر رقم یکان صفر باشه، یعنی یک حالت اینجا داریم، اونم چیه؟ صفره. این مجموعه رو مشخص کنیم که قاطی نکنیم، داخل این جاهای خالی اون تعداد حالت رو قرار میدیم. حالا اینجا چند تا عدد میتونه قرار بگیره؟ بله، هر پنج تا عدد میتونه قرار بگیره، یک، دو، سه، چهار و پنج. اینجا چهار تا، اینجا سه تا و اینجا دو تا. حالا اگر رقم یکان پنج باشه چه اتفاقی میفته؟ رقم یکانم پنج باشه یه حالت داره، اونم همون پنجه که قرار گرفته، اما حالا برای جایگاه سمت چپ صفرم نمیتونه قرار بگیره، پنجم که قرار گرفته در یکان نمیتونه قرار بگیره، بنابراین چهار حالت. حالا صفر میتونه قرار بگیره برای جایگاه بعدی چهار حالت و برای بعدی سه حالت و برای بعدی دو حالت. این تعداد حالت ها جمع بسته میشه، حالت هایی که رقم یکان صفر رو حساب میکنیم، پنج، چهار تا، بیست تا، شصت، دو تا، صد و بیست، تعداد اعدادی که بر پنج بخش پذیرن رقم یکانشون صفره، و چهار، چهار تا، شونزده، سه تا، چهل و هشت، دو تا، نود و شیش، عدد اعدادی که بر پنج بخش پذیرن رقم یکانشون پنجه، پس میشه 120 به علاوه 96 216 عدد که بر 5 بخش پذیرن. حتما یک بار از ابتدا تا انتها فیلمو ببینید یا نه تمرین به تمرین پیش برید، چون این
فصل فصلی هستش که نیاز داره به این که حتما حتما جزء به جزءش رو یاد بگیرید تا بتونید حل کنید. یک ذره از این فصل یاد گرفتن انگار هیچی از این رو یاد نگرفتن، نصف نیمه به درد نمیخوره. تمرین به تمرین پیش برید، تا تمرین رو کامل حل نکردید درست نرید سراغ دیگه. دقیقا بدونید برای چی به این صورت حل میکنید. چند عدد پنج رقمی میتوان نوشت که دو رقم سمت چپ مضرب 12 باشد؟ بعد عددمون باز پنج رقمی، پنج رو جای خالی در نظر میگیریم. رقم سمت چپ مضرب 12 باشه یعنی چی؟ یعنی اینجا مضرب 12. با ارقام 0, 1, 2, 3, 4, 5 چه مضربایی 12 میتونیم بگیم که دو رقمی باشه؟ چون گفته دو رقم سمت چپ مضرب 12 باشه، عدد باید دو رقمی باشه دیگه. یکی 12، یکی 12 ضرب در 1، 12 ضرب در 2 24، 12 ضرب در 3 36 نمیشه، نداریم 6، 12 ضرب در 4 48، خب 12 ضرب در 5 60، 12 ضرب در 6 72، 12 ضرب در 7 84 و 12 ضرب در 8 96. خب حد همین دوتا مضرب رو داریم. بنابراین در جایگاه این باکسی که قرار دادیم یا 12 میتونه قرار بگیره یا 24. یه روش اینه بگیم اگر 12 قرار بگیره، خب بیایید اینجا میذاریم یک حالت، اینجا هم یک حالت، و چون دو رقم 1 و 2 قرار گرفته بنابراین از 6 تا 4 تا اینجا 3 تا و 2 تا، و بعد میایم میگیم برای حالتی که 24 هست باز ما یک حالت برای اینجا، یه حالت برای اینجا، و باز همون 4 ضرب در 3 ضرب در 2 رو داریم. بعد میگیم مجموع این حالت ها که میشه 24 به علاوه 24 که میشه 48 عدد. اما میگی روش دیگه چیه؟ روش دیگه هم این همینه، فقط استدلالش فرق میکنه. میگه این دوتا جایگاهی که میگی مضرب 12 باشه دوتا عدده، بنابراین دو حالت، برای این حالتهای دیگه پس برای این باکس ما دو حالت داریم، یعنی عدد 2 میاد داخل این باکس به عنوان تعداد حالت ها، و اینجا 4 ضرب در 3 ضرب در 2 باز میشه 2 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 48. استدلال یا نوع بیانش فرق میکنه، وگرنه چیز مفهوم جدیدی نیست. چه بیایم تفکیک کنیم بگیم که اون جایگاه ها دو تا عدد میتونه قرار بگیره، یکی 12 بعد 24 حالت اینجا بعد 24 حالت اونجا، یا بگیم که نه یه باکسی در نظر میگیریم که دو حالت میتونه در نظر گرفته بشه، بعد 2 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 و قسمت ت. چند عدد 4 رقمی بزرگتر از 2300؟ خب 2300 وقتی یه عددی بخواد ازش بزرگتر باشه رقم یکانش دیگه یک نمیتونه، رقم هزارگانش یک نمیتونه باشه از بین این اعداد. اما اگر 2 باشه و بعدی 3 باشه دیگه هرچی باشه از 2300 بزرگتر میشه. خب ما بیایم یه کار کنیم، وقتی میخواییم عددمون بزرگتر از 2300 باشه میتونیم حالتهای مختلف رو در نظر بگیریم، بگیم چه تعداد عدد داریم، اونایی که کمتر از 2300 رو ازش کم کنیم، یا نه بیایم فقط مستقیم همون اعدادی که از 2300 بزرگتره رو حساب کنیم، فرقی نمی کنیم.
میایم مستقیما اعدادی که از 2300 بزرگتره حساب میکنیم. دو دسته عدد میشه. اعدادی که جایگاه هزارگانشون دوه، اعدادی که جایگاه هزارگانشون 3 و 4 و 5. خب یکی که جایگاه هزارگان باشه که بزرگتر 2300 نیم. حالا وقتی که جایگاه هزارگان 2 و 1 حالت در نظر میگیریم، اما برای صدگان و دهگان و یکان، برای صدگان 4 و 5 میتونه قرار بگیره دو حالت. الان دو تا از عددمون یعنی 2 قرار گرفته، 3 هم قرار گرفته. حالا هر چقدر مونده دیگه محدودیتی نداریم، یعنی 4 ضرب در 2 داره میگیم یه حالت برای هزارگان، بعد 3 و 4 و 5 3 حالتم اینجا، بنابراین بقیهش که میشه 4 ضرب در 3. پس خیلی تحلیل دقیق باید کنیم. اینجا فقط 2 میتونه قرار بگیره، داره اینو میگیم حالت 1 که جایگاه هزارگان 2. بعد اینجا میتونه 3 و 4 و 5 قرار بگیره. حالا از این مجموعه ها دو تاش رفته، یه مجموعه 4 عضوی 4 حالت و بعد 3 میشه 3 ضرب در 4 ضرب در 3 12 ضرب در 36 حالت برای اینجا داریم. اما اگر رقم هزارگان 3 و 4 و 5 باشه، 3 حالت و بعد دیگه هیچ محدودیتی نداریم، یکی از ارقام 3 و 4 و 5 که رفته، بنابراین میشه 5 4 3. صفرم که میتونه تو جایگاه صدگان باشه دیگه، 3 5 تا 15 تا 10 در 4 60 ضرب در 3 180. بنابراین میشه 36 بر 180 216 عدد داریم که بزرگتر از 2300. حالا ممکنه بگید آقای رضایی میشه از همون راه حل دیگه هم برید به همین 216 نشون بدید میرسید؟ بعد اعدادی که کمتر از 2300 رو حساب کنیم، کل اعداد 5 رقمی هم حساب کنیم کم کنیم، پس کل 4 رقمی، بعد کل اعداد 4 رقمی رو حساب میکنیم، ازش اعداد کوچکتر یا مساوی دیگه. خود 2300 هم یه حالته، بعد ازش کم کنیم میرسیم به اعداد بزرگتر از 2300. کل اعداد 4 رقمی چند تاست؟ بیایم حساب کنیم.
اینجا یعنی جایگاه هزارگان صفر نمیتونه قرار بگیره، بنابراین پنج حالت، بعدی میتونه صفر هم قرار بگیره، پنج حالت، بعد چهار، بعد سه، میشه 5 ضرب در 5 25 ضرب در 4 100 ضرب در 3 300 تا عدد. اعداد کوچکتر یا مساوی 2300. کوچکتر از 2300 میخواییم باشه، باز دو حالت داریم، رقمش هزارگانش 2، رقم هزارگانش 1. حالا میگید چرا دو تا حالت کردیم؟ چون اگر رقم یکانش رقم هزارگانش 2 باشه، حالتهایی میتونه باشه که بزرگتر از 2300، مثلا 2400، 2500، 2435. ما میخواییم اینا رو قاطی نکنیم با هم دیگه. بنابراین 2 میتونه در هزارگان باشه یه حالت، بعد 1 فقط میتونه باشه و 0. 0 و 1 هم میتونه باشه توی جایگاه صدگان، دیگه دو حالت، بقیهش دیگه محدودیتی نداره، 4 ضرب در 3 که اینجا میشه 24. و حالتی که رقم یکان رقم هزارگان 1، یک حالت دیگه، 5 تا حالت برای صدگان محدودیتی نداریم، هر عددی که رقم هزارگانش 1 باشه دیگه 2300 قطعا کوچکتره. بعد میشه 5 ضرب در 4، 20 ضرب در 2، 40. الان میگید نرسیدیم به اون عدد، دلیلم داره نرسیدیم. جمع این دوتا میشه 64. حالا یه عددم خود 2300، 65 میشه اینجا 235. ما رسیدیم به 216. به نظرتون کجا را اشتباه داره میگیم؟ بله، این قسمت که 300 به دست آوردیم درسته. اینجا دو حالت کردیم، یکی حالتی که رقم هزارگان 1، رقم هزارگان 2. رقم هزارگان که 1 که درسته، 1 میتونه قرار بگیره، بعد 5 ضرب در 4 ضرب در 3. این چرا 2 گذاشتیم؟ ما بی‌دقتی کردیم. خب میشه 84. هشتاد و پنج که میشه 215. اونجا 216 به دست اومد، کجا اشتباه کردیم؟ بله، وقتی میگیم اعداد بزرگتر از 2300، خود 2300 نمیتونه باشه، ولی ما اونجا تو حالتی که رقم یک هزارگانش 2 بود، اینجا رو گفتیم یه حالت، بعد اینجا رو گفتیم 3 و 4 و 5. اصلا 2300 رو نباید حساب کنیم، درسته؟ همون 84 رو باید کم کنیم، چون تکرار ارقام که اصلا ما نداریم که 2300 رو بخواییم کم کنیم. کل اعداد هم حساب کردیم، 300 تا 2300 جزوشون نیست. بله، بی‌دقتی خودمونه، به همون 2216 میرسیم. بنابراین
نه لازم نیستش که یه حالت که 2300 کم کنید. بنابراین از هر دو راه به یک عدد میرسیم. ما این مسئله رو یه مقدار توضیح دادیم، مسائل دیگر رو سریع‌تر حل میکنیم. با توجه به اینکه تعداد سوالاتی که در این فیلم میخوایم حل کنیم بسیار زیاد هست، بنابراین خیلی از مسائل رو دیگه راه حلش رو میگیم، شما با اون چیزی که حل میکنید چک کنید. چند عدد 4 رقمی فاقد رقم 5 میتوان نوشت؟ خب مثل این میمونه که ما بخوایم اعداد 4 رقمی رو در نظر بگیریم با 0 و 1 و 2 و 3 و 4، غیر از این که نیست دیگه. وقتی میگه چند عدد 4 رقمی فاقد رقم 5، یعنی این که با این 5 رقم 0 1 2 3 4 چند عدد 4 رقمی میتونیم بگیریم. 0 نمیتونه تو جایگاه هزارگان باشه، بنابراین 4 بعد 4 بعد 3 بعد 2 که میشه 96. آیا با حفظ کردن میتونیم این مسئله رو حل کنیم؟ همش تحلیله، روشش فقط باید از جایگش یا ضرب استفاده کنیم. اصل ضرب دیگه. چند عدد 4 رقمی کوچکتر 4300؟ خب باز باید دو قسمت کنیم، اعدادی که رقمه هزارگانشون 4، اعدادی که رقم هزارگانشون گفته کوچکتر دیگه 1 و 2 و 3، 3 حالت. برای حالتی که رقم هزارگان 4 هست یه حالت میذاریم اینجا، بعد 1 و 2 و 3، 3 میتونه باشه، بله 2 و 1 و 2 هم میتونه باشه، بنابراین 3 تا حالت هم اینجا. حالا 2 تا از این 6 تا رفته، 4 ضرب در 3، رقم صدگان 3 نمیتونه باشه چون دیگه کوچکتر نمیشه، بنابراین 0 و 1 و 2 3 حالت، بعد 4 بعد 3. اینجا تحلیلشو من اینجا درست سر اینه بگم، 0 و 1 و 2 تو رقم صدگان، بعد 2 رقم رفته 4، این میشه 36. اما رقم هزارگان وقتی که 4 نباشه و کوچکتر از 4300، یعنی یکی از رقم ها 1 و 2 و 3 هر کدوم باشه، دیگه برای صدگان و دهگان و یکان هیچ محدودیتی نداریم. 5 ضرب در 4 ضرب در 3، بنابراین میشه 15 ضرب در 4 60 ضرب در 3 180. جالبه به اینم 216 شد. حالا میگید آی رزایی میشه این یکی هم از اون راه حل حل کنی کل اعداد، بعد اعداد 4 رقمی بزرگتر 4300؟ بله کل اعدادو که حساب کردیم، اعداد 4 رقمی رو تو مرحله قبل دیدیم 300 شد. حالا ارقام برای اینکه بزرگتر 4300 باشه، ما یه دونه حالت داریم، هزارگان 4 یه حالت اینجا، برای اینکه بزرگتر باشه 3 قرار میتونه بگیره و 5 و بعد دیگه هیچ محدودیتی هم نداریم. پس 1 ضرب در 2، دو رقم قرار گرفته، 4 ضرب در 3.
پس اینجا میشه 3 8 تا 24 تا. و اگر بخوایم اعداد بزرگتر از 4300 در نظر بگیریم و رقم هزارگانش 4 نباشه، یعنی 5 دیگه یه حالت اینجا و بعد دیگه هرچی میخواد باشه باشه، 5 ضرب در 4 ضرب در 3 60 منهای 84 بله 216. خیلی تحلیل کنید که برای خودتون قانع کننده بشه. گفتیم سوالات بعد و با توجه به اینکه تعداد سوال زیاد هست یه مقدار سریع‌تر توضیح میدیم، اما شما حتما روی هر کدوم تمرکز کنید و طمأنینه داشته باشید و عجله نکنید. تعداد حالت‌های ممکن برای رمز یک دستگاه را در حالت‌های زیر به دست آورید و مشخص کنید. برای این کار از اصل جمع استفاده می‌کنید یا از اصل ضرب یا هر دو. این رمز از یک گزینه تشکیل شده که یا عدد زوج و یا یک حرف انگلیسی بدون صداست. خب یا یک عدد زوج، بنابراین 0 2 4 6 8 یک عدد زوج یک رقمی حساب میکنیم یا یک حرف الفبای انگلیسی بدون صدا. حروف صدادار آ و ای و او و آی و 5 دیگه یو هم. حالا 26 و منهای ان این مجموعه که 5 بکنیم میشه 21. اینجا اصل جمعه 5 حالت داریم، عدد زوج یک رقمی منظورش بوده یا 21 حرف انگلیسی که میتونه انتخاب بشه. مثلا رمزشو گذاشته چی؟ H یا رمز 0 یا 2، کلا میشه 26 حالت اصل جمع چون یا داره. اما اگر میگفت از دو گزینه که یک عدد زوج و یک حرف الفبای انگلیسی بدون صدا بود، اونجا میشد 5 ضرب در 26 ضرب در 21 ضرب در 2. این 2 هم به خاطر همون 2 فاکتوریل، یعنی جابجا بودن حرف یا عدد، عدد اول باشه یا حرف. قسمت به میگه این رمز از 3 گزینه تشکیل شده که گزینه اول یک عدد، پس یه دونه جای خالی برای گزینه اول، یه دونه برای گزینه دوم و گزینه سوم یه دونه. یک عدد، خب اعداد از 0 هستن، باید بگی یک رقم، درست سرش اینه. چون عدد که ما میتونیم 2 رقمی، 3 رقمی، 4 رقمی در نظر بگیریم، ولی رقم همین 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 چند تاست؟ 10 تا. یا حرف الفبای فارسی 32 تا و یا یک حرف انگلیسی 26 تا. چون جا مشخص کرده گزینه اول عدد، بنابراین دیگه دفتر 3 فاکتوری نداشتیم. اما اگر میگفت از 3 گزینه تشکیل شده که یک عدد، یک حرف فارسی، یک حرف انگلیسی دفتر 3 فاکتوریل هم می کردیم، چون اینا میتونن جا به جا هم باشه، مثلا عدد وسط باشه یا آخرم باشه. قسمت پ، این رمز از 2 گزینه تشکیل شده. یکی از گزینه ها، ببینید خیلی مهمه و
وقتی میگه یکی از گزینه ها دیگه میتونه گزینه اول یا گزینه دوم باشه، این با قسمت به فرق داره. دقیقا باید این دقت ها رو لحاظ کنید. به عنوان یه دانش آموز رشته ریاضی همه جزئیات رو باید در نظر بگیریم. یکی از گزینه ها یک رقمه و یک گزینه دیگه یه حرف فارسی، پس میشه 10 ضرب در 32 و ضرب در 2 یا 2 فاکتوریال، همون 2 دیگه که میشه 640. راستی این سوال مشخص کردن این که از اصل ضرب یا اصل جمع استفاده میکنیم هم گفته. ما تو قسمت الف از اصل جمع گفتیم استفاده کردیم چون یاداش، تو قسمت ب از اصل ضرب استفاده کردیم، تو قسمت پ میتونیم اینطور بگیم. 2 حالت داریم، یکی حروف الفبای فارسی اول باشن، گزینه اول یعنی سمت چپ، و بعد ارقام، یا ارقام گزینه اول یعنی سمت چپ و بعد حروف الفبا. بله، هم اصل ضربه هم اصل جمع. تو اینجا که ضرب کردیم اصل ضربه، تو اینجا هم اصل ضربه، اما در آخر جمع که کردیم اصل جمع. 2 حالت اصل ضرب یعنی یک کار چند مرحله‌ای، در مرحله اول ام روش، در مرحله دوم ان روش، میشه ام ضرب در ان حالت. و اصل جمع میگه یک کار رو میتونیم به 2 روش انجام بدیم. بله، ما الان در حقیقت این کار رو به 2 روش میتونیم انجام بدیم. یکی این که گزینه اول رو عدد بگیریم، رقم بگیریم، و گزینه دوم حروف الفبای فارسی، یا اینکه گزینه اول رو حروف الفبای فارسی، گزینه دوم رو ارقام، و در هر گزینه و هر راه حلی که انتخاب میکنیم از اصل ضرب میبینیم باز استفاده میکنیم. قسمت ت، این رمز از 2 گزینه تشکیل شده که هر 2 گزینه اعداد فرد غیر تکراری یا هر 2 گزینه حروف فارسی یکسان. پس یه کاری هست به 2 روش میتونه انجام بشه. اینجا اصل جمع، اما توی هر روشی که انتخاب میکنیم باید از اصل ضرب برای به دست آوردن تعداد حالتها استفاده کنیم. اگر اعداد فرد غیر تکراری هستن، مجموع اعداد فرد 1, 3, 5, 7, 9 که میشه 5 ضرب در 4، اما اگر بخوایم از حروف فارسی یکسان استفاده کنیم، این خیلی نکته داره. حروف فارسی یکسان یعنی چی؟ مثلا پ پ، گ گ، چند تا میشه؟ 32 تا. اگر بذاریم اینجا 32 تا، نه اینجا یکی، همونی که توی جایگاه اول قرار گرفته باید در جایگاه دوم قرار بگیره. بنابراین یه حالت میمونه برای اینجا چون باید مثل قبلیش باشه. پس میشه 20 به علاوه 32، 52 رمز مختلف. متن این سوالات البته بدون پاسخ در صفحه رشته ریاضی فیزیک کنار لینک دانلود فیلم که توصیه میکنم از لینک گوگل درایو یا تلگرام که کیفیت اصلی فیلم هست استفاده کنید. البته این فیلم دیگه فیلم برداری از صفحه کامپیوتر هست، کیفیتش حتی تو آپارات هم خیلی خوبه، اما کیفیت اصلی و اورجینالش همون تلگرام و گوگل درایو.
این رمز از 4 گزینه تشکیل شده که 2 گزینه اول اعداد بزرگتر از 5. خب اعداد بزرگتر از 5 6 و 7 و 8 و 9 و غیر تکراری. و 2 گزینه دوم اعداد اول یک رقمی. اعداد اول یک رقمی 2 و 3 و 5 و 7. بله ممکنه تو این 4 رقم تکرار داشته باشی، مهم نیست، فقط 2 گزینه اول غیر تکراری، 2 گزینه دوم غیر تکراری. پس اصل جمع هست این بخش رو با این بخش، بعد نه اصل بله ضرب هست که بله اصل ضربه. میایم این حالت هایی که 2 گزینه اول اعداد بزرگتر از 5، اینجا میتونه 4 ضرب در 3، بعد بازم ضرب میشه در 4 ضرب در 3. بله اصلا نگفته غیر تکراری، ما الان اینو نوشیم 4 ضرب در 3 غلطه، 4 ضرب در 4 وقتی نمیگه، توی قبلی گفته غیر تکراری، درست ما گذاشتیم 4 ضرب در 3، ما برای 2 گزینه دوم نباید ما خودمون سر خود بگیم 4 ضرب در 3، پس میشه 4 ضرب در 3 ضرب در 4 ضرب در 4 12 ضرب در 16 که میشه 10 ضرب در 16 160 به علاوه 2 ضرب در 16 32 192 رمز 4 گزینه. در حقیقت اصل ضرب استفاده کردیم دیگه، اصلا جایش اصل جمع نبود دیگه، 4 تا گزینه بود. قسمت جی، این رم دسته گزینه تشکیل شده، 2 گزینه اول آن عددن و 1 گزینه حروف انگلیسی. خب اینجا میتونه 10 تا، اینجا هم 10 تا. 2 گزینه اول نگفته، گفته 2 گزینه آن. خب 10 ضرب در 10 و بعد یه حروف انگلیسی هم داشته باشه 26 تا. و چون 3 حالت میتونن جا به جا بشن، یعنی جا به جایی 3 فاکتوریل رو داریم، ضرب در 3 فاکتوریل، یا اینطور بگیم اگر بخوایم بگیم چه حالت هایی ممکنه، حرف اول باشه، اعداد اینجا باشه، بله 3 فاکتوریل غلطه، 3 چون اعداد جا به جاییشون تأثیری نداره که ما بگیم 6 فاکتوریه، وقتی میتونیم بگیم 6 فاکتوریه که با هم متفاوت باشن. پس یه نکته هم اینجا، چون دو تا عدد با هم جا به جا میشن فرقی نمیکنه، درسته 3 جایگاه داریم اما 2 جایگاه مثل همن، مثل این میمونه A 2 2. حالت بعدی A 2 2، یعنی دو با دو جا به جا بشه که فرقی نمی کنه. برای همین این حالت ها رمز جدیدی ایجاد نمی کنه. یا مثلا اگر اینجا باشه، یعنی جا به جایی ارقام تکراری تأثیری نداره. یا اینطور میتونیم بگیم 3 تا حالت داریم،
اینجا 26، دفتر 10، دفتر 10، اینجا 10، دفتر 26، دفتر 10، و اینجا هم 26، دفتر 10، دفتر 10. و اینا رو وقتی با هم دیگه جمع کنیم، همون 3 دفتر 26 دفتر 10 دفتر 10 رو به ما میده. بنابراین چون اعداد یکسان جا به جایشون با هم فرقی نمی کنه، برای همین 3 فاکتوریه تقسیم برای 2 فاکتوریه میتونیم در نظر بگیریم، یا نبیم از اصل جمع استفاده کنیم که راحت ترم هست، مفهومی ترم هست. یه زمان هست ما فقط میخواییم عدد درست به دست بیاریم، بعد هر جوری حل میکنیم تحلیل میکنیم که درسته، به نظرمون میاد بله همین، چون به جواب درست رسیدیم تحلیلمون هم درسته. حالا که جواب درست به دست اومدن، نتیجه این هستش که ما شاید یه چیزی و اتفاقی به دست آوردیم. تحلیل درست مهمه. ببینید وقتی میگه این رمز از 3 گزینه تشکیل شده که 2 گزینه آن عدد و 1 گزینه آن حروف انگلیسی است، اگر این 2 گزینه عدد و نمادش و جای خالیش رو با 2 دایره و حرف رو با مربع نمایش بدیم، میگیم این مربع داخلش میتونه 26 حرف قرار بگیره و داخل این دایره هر کدوم 10. بعد میگیم 26 دفتر 10 دفتر 10. از اینجا به بعد اون قسمت جایگشت مربع و 2 دایره است. این 2 دایره جا به جاییشون جایگشتشون با مربع 3 حالت ایجاد میکنه که توی کتاب درسی وقتی که ما مثلا با اعداد 1، 1 و 2 میگه چند کلمه یه سه هر چند عدد سه رقمی، میگیم 3 فاکتوریه تقسیم برای 2 فاکتوریه. اینجا وقتی ما جایگشت این 2 دایره و مربع رو داریم، میگیم چند حالت ایجاد میشه. این جایگشت دایره ها که نماد همون جای خالی ارقام هست، اونو ما کار نداریم، اونو اینجا حساب کردیم. ارقام و حروف و جایگشتشون رو اینجا حساب کردیم. حالا چون میگیم این حروف و اعداد میتونن جا به جا بشن، میاییم براشون نماد مربع و دایره میذاریم، بعد میگیم این شکل با هم دیگه چه حالت هایی ایجاد میکنن؟ 3 فاکتوریه تقسیم برای 2 فاکتوریه، چون ارقام مثل 2 رقم تکراری که بودن اینجا اشکال شدن. یا نه بیایم اصل جمع حساب کنیم، بیایم اون 3 حالت رو بنویسیم 26 دفتر 10 دفتر 10، بعد دوباره 26 دفتر 10 یعنی 10 دفتر 26 دفتر 10 10 دفتر 10 دفتر 26 که میشه 3 تا 2600 7800. پس باید در هر قسمت تحلیل کنیم چی رو داره حساب میکنیم، جایگشت رو، جایگشت های شکل رو. سوال 3 میگه با حروف کلمه جمهوری چند کلمه 5 حرفی میتوان نوشت که با حرف جیم شروع شه. و به حرف ر ختم بشه. بنابراین حرف اول و آخر یه حالت مشخصه. کلمه جمهوری هم 6 حرف داره. 2 حرفش مشخص شده رفته. 4 زبدر 3 زبدر 2 میشه چند؟ 24. چند کلمه 3 حرفی میتوان نوشت که شامل حرف نقطه دار نباشد. ببینید این سوال 2 جنبه داره. یکی میگه حرف نقطه دار به کار نبرده باشه. اگر منظور اینه حرف نقطه دار به کار برده نشه، این سوال ابهام داره. الان ابهامشو میگم کجاشه. اگر منظورش اینه، یعنی از
حروف میم، واو، ر و میم، ه استفاده بشه که میشه 4 دفتر 3 دفتر 2. اما اگر منظورش اینه خود کلمه حرفی نقطه دار، خود کلمه نقطه نداشته باشه، ممکنه بگی کلمه که نقطه دار نمیشه که. کلمه نقطه نداشته باشد با حرف نقطه دار نداشته باشیم فرق داره. خود کلمه ممکنه نقطه دار نباشه، مثلا الان خود جمهوری رو شما توش بله نقطه برای جیم میبینید اما برای یه که نمیبینید. مثلا من یه کلمه سه حرفی مینویسم مهی یا مهی، شما کلمه رو نمیبینید نقطه داشته باشه اما حرف نقطه دار داره، یه داره. اما منظور سوال کدومه؟ ما در نظر میگیریم منظور سوال حالت کلمه نقطه نداشته باشه، چون پیچیده تره منظور احتمالا اینه، وگه نه حرف نقطه دار نباشه که همون 4 دفتر 3 دفتر 2. اگر منظورش اینه کلمه نقطه دار نباشه، بنابراین ما میتونیم به این صورت حل کنیم: یه تو قسمت حرف آخر اگر باشه یه حالت، و میم، ه، واو و ر، 4 دفتر 3. و یا اینکه یه آخر نباشه، یعنی اصلا یه به کار برده نشه، وقتی یه آخر نباشه یعنی یه وسط باشه، یه اول باشه نقطه داره، پس میشه 4 دفتر 3 دفتر 2. پس از اصل جمع استفاده کردیم، شد 12 به علاوه 24 36. اما یه روش دیگه داره که اصلا نیازی به این اصل جمع نداره، ما جای خالی رو بیایم از اول پر کنیم، بگیم توی اولین حرفش میتونه یکی از حروف میم، ه، و، ر قرار بگیره و در حروف حرف وسط 3 حرف، و در حرف آخر میتونه علاوه بر اون 2 حرف باقی مانده از این 4 حرف یه هم قرار بگیره. باز میرسیم به همون 36. سوال جالبی بود از این لحاظ که با تحلیل تونستیم از یه روش دیگه هم نشون بدیم به همون جواب میرسیم. اما این سوال با رقم های 1, 2, 3, 4, 5 بدون تکرار، چند عدد سه رقمی؟ خب 5 دفتر 4 دفتر 3، 60 تا عدد سه رقمی بدون تکرار میتونیم بنویسیم، صفرم نداره، راحته دیگه. چند عدد 5 رقمی مضرب 5؟ وقتی میگه مضرب 5 رقم یکان میتونه 0 و 5 بشه، اما اینجا 0 نداریم فقط، پس رقم یکان میتونه همون 5 بشه، بنابراین یه حالت اینجا، 4 تا حالت چون 5 هم دیگه نیست و 3، 12 تا عدد مضرب 5 سه رقمی میتونیم بنویسیم. چند عدد سه رقمی بزرگتر از 300؟ اینجا مثل 2300 نیست سخت باشه، چرا؟ چون کافیه رقم صدگانش یا 3 باشه یا 4 باشه یا 5 باشه، دیگه دهگانش هر چی میخواد باشه باشه، مهم نیست. پس سه تا جای خالی برای صدگان 3, 4, 5 میتونه قرار بگیره، و هر کدوم اگر قرار بگیره، هر کدوم این سه تا 4 رقم بعدی و 3 رقم بعدی میشه 36. قسمت ت، چند عدد 5 رقمی
می توان نوشت که رقم های فرد کنار هم و رقم های زوج کنار هم. این سه قسمت T3J دقت کنید هر کدوم با دیگری فرق میکنه. دقیقا باید ببینیم همون چیزی که مسئله میگه رو برآورده کنه، نه بیشتر نه کمتر. وقتی میگه رقم های فرد کنار هم باشن، 1, 3, 5 کنار هم میتونن یه باکسی در نظر بگیریم و 2 و 4 هم کنار هم یه باکس. حالا این باکس ها میتونن با هم جابجا بشه، یعنی رقم های زوج بیان اول رقم های فرد برن آخر. داخل این باکس هم جابجایی داریم، پس میشه 2 فاکتوریل ضرب در 3 فاکتوریل ضرب در 2 که میشه 6 4 تا 24 تا. اما قسمت 3، چند عدد 5 رقمی میتوان نوشت که 2 رقم زوج کنار هم نباشند؟ این خیلی سوال مهمیه. ما میتونیم اینطور در نظر بگیریم که رقم های فرد کنار هم باشند، 1, 3, 5 باید بگیم این معنیش همین هست که رقم های زوج یکیش اول یکی آخر باشه، بعد بگیم ضرب در 2 فاکتوریل هم کنیم به خاطر این، ضرب در 2 هم کنیم به خاطر اینکه 4 میتونه اول باشه 2 آخر، و ضرب در 3 فاکتوریل هم کنیم به خاطر اینکه 1, 3, 5 میتونن جا به جا بشن. نگفته که عدد اول و آخر دور باشن، فقط گفته کنار هم نباشن. یعنی چی؟ یعنی میتونه اینجوری باشه 1, 2, 3, 4, 5 الان 2 و 4 کنار هم نیستن، پس میگی چجوری باید حل کنیم؟ همه حالت ها رو باید بنویسیم؟ نه، میایم از مکمل استفاده میکنیم. وقتی میگه چند عدد 5 رقمی میتوان نوشت که 2 رقم زوج کنار هم نباشن، میگیم اگر 2 رقم زوج کنار هم باشن، پیدا کردن اون عدد 5 رقمی راحت تره. چجوری حساب کنیم؟ میگیم یه باکس در نظر میگیریم، 2 یا 4 رو داخلش قرار میدیم و اعداد فرد هم داخل یه باکس نه، اونا رو آزاد میذاریم. یعنی میگیم 1, 3, 5. حالا اینا میتونن با همدیگه جایگش داشته باشن. کدوما؟ این 4 تا باکس، یعنی 4 فاکتوریل ضرب در خود این باکس 2 و 4 داخلش. ما الان رسیدیم به 48 که تعداد ارقام اعداد 5 رقمی هست که اعداد زوج کنار همن. حالا میایم کل اعداد 5 رقمی رو حساب میکنیم که میشه 5 فاکتوریال منهای 48، یعنی میشه 120 منهای 48. این 72 تعداد اعداد 5 رقمی هست که رقمهای زوج یعنی 2 و 4 کنار هم نیستن. اما قسمت جیم، عدد 5 رقمی که هیچ 2 رقم فردی کنار هم نباشن، اینم مشابه همون حل کنیم. یعنی چی؟ یعنی بیایم بگیم تعداد اعداد 5 رقمی که رقم های فرد کنار همه حساب کنیم. یعنی یه باکسی در نظر بگیریم، 1, 3, 5 رو داخلش قرار بدیم، بعد بگیم با عدد 2, 4 چند تا جایگش میتونه ایجاد کنه که میشه 3 فاکتوریل برای داخل این و 3 فاکتوریل هم به خاطر جایگشتش با 2 و 4 که میشه 6, 6 تا 36 تا. حالا 120 منهای 36، این میشه تعداد اعداد 5 رقمی که 3 تا عدد فرد کنار هم نیستن. اما این میگه هیچ 2 رقم فرد. حالا چه فرقی داره؟ الان میگه
پس این میشه 84 وقتی که بگه سه تا رقم فرد کنار هم نباشن. ما الان چیزی که به دست آوردیم تعداد اعداد 5 رقمی است که سه رقم فرد کنار هم نیستن. اما وقتی میگه هیچ دو رقم فردی کنار هم نباشن، یعنی میتونه به این صورت هم نمیتونه باشه. چرا؟ چون 1 و 5 کنار همه. وقتی میگه هیچ دو رقم فردی کنار هم نباشن، تنها حالت اینه که یک در میون قرار بگیره، یعنی 1 2 3 4 5، یعنی جای رقم های زوج اینطوری و جای رقم های فرد به این صورت، یعنی میشه 3 فاکتوریل ضرب در 2 فاکتوریل. یعنی 12 تا عدد داریم. نیاز نیستش مسائل رو تون تون حل کنید. حتی معلم ها هم روی مسائل مربوط به تعداد حالت ها یه مقدار تمرکز میکنن اگه مسئله نباشه که براشون آشنا باشه. میبینید هر مسئله با مسئله دیگه ممکنه با یه و یا باشد نباشدش تغییر کنه، کلی فرق کنه. 3 کتاب فیزیک و 4 کتاب ریاضی، کتاب ها همگی متمایزن، یعنی نحوه چیدن فرق میکنه. هر کدوم از کتاب های ریاضی با اون یکی متفاوته. به چند طریق میتوان در یک قفسه چید به طوری که کتاب های ریاضی و فیزیک یک درمیان باشد؟ خب ببینید، اگر ما کتاب های ریاضی رو با این رنگ سیاه نمایش بدیم، تنها حالتی که یک درمیون میتونه باشه کتاب های فیزیک رو با رنگ سبز، اینه که با کتاب ریاضی شروع بشه. چرا؟ چون اگر مثلا کتاب فیزیک رو اول شروع کنیم ببینیم یک درمیون میشه یا نه. خب الان کتاب ریاضی رو بذاریم، حالا دوتا کتاب ریاضی کنار هم میفته دیگه، یک درمیون نیست. بنابراین باید مثل بالا باشه، فقط یه حالت چیدمان داره. حالا تو این چیدمانی که داره هر کدوم از کتاب های ریاضی جایگشتشون 4 ضرب در 3 ضرب در 2، یه 4 فاکتوریل داریم که ضرب در جایگشت کتاب های فیزیک 3 ضرب در 2 ضرب در 1 ضرب در 3 فاکتوریه. به این صورت تحلیل میکنیم. که میشه 24 ضرب در 6، 144 طریق. یه دونه اگر جا به جایی برای هر کدوم از کتاب ها اتفاق بیفته، یه طریق جدیدی حالت جدیده. کتاب های ریاضی همه کنار هم باشن. خب ما میتونیم بگیم کتاب های ریاضی داخل یک باکسی هست، این 4 تا کتاب ریاضی که میتونن داخل این باکس جا به جا بشن با هم دیگه. اما کتاب های فیزیک نه، آزاد کنار هم میتونن باشن یا نباشن. مثلا یکی از حالت ها این باشه، بله مثل همون اعداد زوج کنار هم. اینجا میگیم یه 4 فاکتوریل داریم و یه 3 فاکتوریل داریم و نه دیگه 3 فاکتوریل نه، یه 4 فاکتوریل داریم و یه 4 فاکتوریل. که میشه 24 ضرب در 24، که اگر 20 ضرب در 24 کنیم 480، 4 4 تا 16 تا 96، 576 حالت. K
کتاب‌های ریاضی کنار هم، کتاب‌های فیزیک کنار هم. خب این الان روشن کرد که باید یه باکس 4 تایی، یه باکس 3 تایی، پس یه 4 فاکتوریل داریم و یه 3 فاکتوریل داریم و یه 2. چرا؟ چون میتونن با همدیگه این باکس ها جا به جا بشن، پس میشه 4 فاکتوریل ضرب در 3 فاکتوریل ضرب در 2 که میشه 24 ضرب در 12 که میشه 288. کتابی که در وسط قرار میگیرد کتاب ریاضی باشد. حالا چه کتاب ریاضی باشه؟ هر کدوم از اون 4 تا. پس یه کتاب ریاضی اینجا داریم، یعنی ریاضی این طرف، آن طرفش دیگه آزاده. چند تا داریم؟ 6 تا جای خالی میمونه، 3 تا اینور، 3 تا اینور. تو هر کدوم از این 6 تا، هر کدوم از اون کتاب 6 تا کتاب میتونن قرار بگیرن. پس 6 فاکتوریل اینجا. اما یه دونه ضرب در 6 هم، یه دونه ضرب در 6 نه، یه دونه ضرب در 4 قرار میدیم، برای اینکه هر کدوم از اون 4 کتاب ریاضی میتونن در اینجا قرار بگیرن. پس میشه 4 ضرب در 6 فاکتوریل، یعنی 4 ضرب در 720، 2880. حتما یه شکلی رد کنید، یه تحلیلی داشته باشید. اگه تحلیلتون براتون 100% قانع کننده بود، یعنی درسته. اما اگر احساس کردید قانعتون داره میکنه، باز روش کار کنید تا 100% مطمئن بشید. خیلی توی حل مسائل به این حالت بر میخورید، آره درست فکر میکنم همینه جوابش، اما وقتی یه ذره تمرکز میکنید بعد پاسخنامه رو میبینید، میبینید بله کجا اشتباه ممکن بود. نکنید. اگر یه ذره بریم سراغ سال 6. اینجا به جای این که بگه کتاب های متمایز، اومده گفته 4 دانش آموز ریاضی، 3 دانش آموز رشته تجربی به چند طریق میتوانن کنار هم قرار بگیرن. چه فرقی داره با کتاب های متمایز؟ همواره دانش آموزان هر رشته کنار هم باشن. باز میگیم یه باکس 4 تا دانش آموز 4 فاکتوریه، یه باکس 3 تا دانش آموز رشته تجربی 3 فاکتوریه، و به خاطر اینکه این باکس ها میتونن با هم جا به جا بشن، 2 فاکتوریه، یعنی همون 2 برای جا به جایی این دوتا باکس. پس میشه 4 فاکتوریل ضرب در 3 فاکتوریل ضرب در 2، 288. قسمت ب میگه به صورت یک درمیان کنار هم قرار بگیرن، به طوری که هیچ دو دانش آموز هم رشته کنار هم نباشن. خب دانش آموز رشته ریاضی R در نظر بگیریم، از اونجایی که متمایز هم هستن، مثلا R1 T1 R2 T2، مثلا این یکی از حالتهایی هست که میتونه در نظر گرفته بشه. آیا میشه با دانش آموز رشته تجربی شروع کرد؟ ببینیم T1 R1 T2 R2 T3. میبینیم هنوز دوتا دانش آموز رشته ریاضی مونده، پس با دانش آموز رشته ریاضی باید شروع بشه و دانش آموزان رشته تجربی هم بینشون قرار بگیرن. خب این قرمز ها باکس هایی هستن که دانش آموزان رشته ریاضی توشون قرار می گیرن و 4 فاکتوریل جایگشت داخلشون اتفاق می افته و باکس های سبز جایی هست که 3 ضرب در 2 ضرب در 1 جایگشت های دانش آموزان رشته تجربی، پس میشه 4 فاکتوریل ضرب در 3 فاکتوریل که میشه 144. قسمت پ،
هر دو دانش آموز رشته ریاضی کنار هم قرار بگیرن، ولی دانش آموز رشته تجربی کنار آنها نباشد. خب یعنی چی مثلا؟ یعنی R1 R2 ولی دانش آموزان رشته تجربی کنار هم نباشن. آها، یعنی اصلا دوتا دانش آموز رشته تجربی که هیچی، ستاشون هم کنار هم نباشن. پس یه حالت مثلا به این صورت میتونه باشه. آیا حالت دیگه یا میتونیم تصور کنیم؟ مثلا بگیم R1 R2 اینجا باشه، بعد T1 R3 R4. نه دیگه الان نمیشه. پس همون حالت بالا با 3 فاکتوریل برای دانش آموزان رشته تجربی، برای باکس دانش آموزان رشته ریاضی چی؟ ما میتونیم همینجوری در نظر بگیریم 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1، یعنی 4 فاکتوریل ضرب در 3 فاکتوریل. بله، مهم تفسیری که خودمون داریم و نظر خودمون قانع کننده است. قسمت 3، اگر دانش آموزان رشته تجربی نیز 4 نفر باشن به چند طریق میتوان؟ خب فرض کنین دایره ها دانش آموزان رشته ریاضی، این مربع ها دانش آموزان رشته تجربی. الان میبینیم میتونه با دانش آموزان رشته ریاضی شروع بشه، با دانش آموزان رشته تجربی شروع بشه. بنابراین 4 فاکتوریل ضرب در 4 فاکتوریل ضرب در 2. بریم سراغ یه نوع دیگه از سوالات. البته فکر کنم قسمت تو حل نکرد. قسمت اگر دانش آموزان رشته تجربی نیست به صورت 1 در میان اینو حل کردیم که ضرب در 2 میشد. قسمت 3، اگر دانش آموزان رشته تجربی نیست 4 نفر باشن به چند طریق میتوان آنها را در 1 ردیف کنار هم قرار داد که هر دو همرشته 2 به 2 در کنار هم باشند؟ مثلا یعنی R1 R2 T1 T2 R3 R4 T3 T4 مثلا یکی از حالت هست. ما میتونیم این 1 باکس، اینم 1 باکس برای دانش آموزان رشته ریاضی، این باکس های قرمز برای دانش آموزان تجربی، 4 فاکتوریل ضرب در 4 فاکتوریل. از اونجایی که باکس هم میتونن، یعنی این ترتیب باکس ها سبزا بیان آخر، قرمزا یعنی 2 تا قرمزا اینجوری 1 در میان باشه، این قرمز بعد سبز، جفتی جا به جا میشن دیگه. بنابراین میشه 4 فاکتوریل ضرب در 4 فاکتوریل ضرب در 2، یا همون 2 فاکتوریل، فرقی نمی کنه، علاوه عددی 1ه. اما علاوه مفهومی باید بگیم جایگشته این جعبه هایی که دوتایی جا به جا میشه 2 فاکتوری. از میان 8 ریاضیدان، 6 فیزیکدان، 5 شیمیدان قرار است کمیته علمی انتخاب شود. این یه نوع دیگه از سوال هایی که ترکیبه، اصلا این فصل ترکیبیاته. توی جایش یا ترتیب
که با نماد پی نمایش میدم، مثلا جایگشت دو شی از ان شی، میشه 5 فاکتوریال تقسیم بر 5 منهای 2 فاکتوریال. اهمیت داره، بهش میگن ترتیب. مثلا با 5 رقم چند عدد دو رقمی میشود نوشت، یا از میان 5 نفر میخواهیم یک نفر رئیس و یک نفر معاون انتخاب کنیم، به چند طریق میشه؟ این همون میشه 5 ضرب 4. اما اگر بگه میخوایم از میان 5 نفر 2 نفر رو انتخاب کنیم برای فوتبال، یه تیم فوتبال میخوایم از یه مدرسه 2 نفر انتخاب کنیم، قراره از مدرسه دیگه هم انتخاب بشن، جمعا 11 نفر برای منطقه، اینجا دیگه اهمیتی نداره. 2 تا بازیکن میخوایم از میان 5 تا بازیکن خوب اون مدرسه انتخاب کنیم، میشه ترکیب. با این نمادم نمایش میدن. فرمول میشه 5 فاکتوریه به روی 5 منهای 2. یه 2 فاکتوریل هم برای اینکه اهمیت نداره، اول و دومی سمت نفر اول و دوم متفاوت نیست، تقسیم میشه، بعد میشه 10. اینجا میگه از میان 8 ریاضیدان، 6 فیزیکدان، 5 شیمیدان قرار است کمیته علمی انتخاب بشه. این کمیته بنابراین اعضاش مساویان از لحاظ سمتی که انتخاب میشن، یعنی نفر اول یا نفر دومی که مثلا از ریاضیدان ها انتخاب قراره بشه فرقی نمیکنه، بنابراین ترکیبه. کمیته 6 نفره، تعداد افراد انتخاب یا از هر گروه برابره. خب الان ما گروه های ریاضی و فیزیک و شیمیدان داریم، 2 تا از 8 ضرب داره، 2 تا از 6 تا ضرب داره، 2 تا از 5 تا. میگه آقای رضایی پس چرا داره ضرب میکنی؟ مگه جاییش نه؟ نه، ما داریم میگیم به ازای هر نفری که از مثلا حسن انتخاب میشه و حسین از ریاضیدان ها، اون وقت این حسن فرق میکنه با کدوم افراد از گروه های دیگه، یه ترکیب دیگر رو ایجاد میکنه. کمیته 5 نفره باشه، حداقل 1 ریاضیدان. حداقل 1 ریاضیدان یعنی چی؟ یعنی دست کم 1 ریاضیدان، یعنی 1 ریاضیدان رو داشته باشه. میایم از مکمل استفاده میکنیم، میگیم کل حالات از این که کمیته 6 نفره انتخاب کنیم چیه؟ 5 نفره، بله کمیته 5 نفره. 5 از 8 به علاوه 6 به 5 از 19، کل حالات. حالا اگر حالاتی را انتخاب کنیم که اصلا ریاضیدانی نداره، تعداد حالاتی که ریاضیدان نداره، وقتی تعداد حالاتی که ریاضیدان نداره رو میخواییم حساب کنیم، باید بریم سراغ فیزیکدان ها و شیمیدان ها. 5 از 19 منهای 5 از 11، اون وقت تعداد حالتایی به دست میاد که دست کم یه ریاضیدان داره. اصلا ممکنه هر 5 تاش هم از میانه همون 8 ریاضیدان باشه، اما الان دیگه به دست میاد. حالا جوابش هم گفته پیدا کردنش ضروری نیست، ولی اینه روشش. کمیته 3 نفره باشد و از هر رشته حداقل 1 نفر در آن عضو باشد. یعنی چی؟ یعنی شما بیا یه نفر از ریاضیدان ها رو انتخاب کن، بعد یه نفر از فیزیکدان ها رو انتخاب کن، یه نفر از شیمیدان ها رو انتخاب کن، چند نفر میمونه؟ 2 نفر میمونه. بعد دلت میخواد برو از ریاضیدان ها انتخاب کن اون 2 نفر رو، میخوای یکیش از فیزیکدان ها، اونو دیگه اهمیتی نداره. پس بیا اینجوری بنویس، بگو یکی از 5 تا، یکی از 6 تا، یکی از 8 تا، و اون 2 تا بره. حالا 3 تا رو برداشتیم از 19 تا، 16 تایی بقیه.
آیا درست انتخاب کردی؟ درسته؟ این کمیته 3 نفره 5 نفره باشه؟ بله درسته. اما کمیته 3 نفره است؟ خب میشه همین. پس اگر کمیته 5 نفره باشه، به این صورت میتونیم بگیم که به دست میاد. کمیته 3 نفره باشد، از هر رشته حداقل 1 نفر، پس شد 1 از 5 تا، 1 از 6 تا، 1 از 5 تا. یعنی وقتی میگه کمیته 3 نفره، از هر رشته هم حداقل 1 نفر، خب همین میشه دیگه. یعنی همه اون حالتایی که میخوای به دست بیاری میشه 1 از 5 تا، 1 از 6 تا، 1 از 8 تا. کمیته 4 نفره باشد، حداکثر 1 شیمیدان داشته باشد. وقتی میگه حداکثر 1 شیمیدان داشته باشد، یعنی میتونه شیمیدان نداشته باشه یا 1 دونه شیمیدان داشته باشه. خب اگر شیمیدان نداشته باشه، یعنی باید بره هر 4 نفر رو از فیزیکدان ها و ریاضیدان ها انتخاب کنه. پس شیمیدان نداشته باشد حساب میکنیم، یعنی باید بره 4 تاش رو از فیزیکدان ها و ریاضیدان ها، 4 از 14، بعد 1 نفر شیمیدان هم حساب کنیم حالتاشو، 1 نفر از 5 تا، بعد 3 نفر از 14 تا، حداکثر 1 شیمیدان داشته باشد. ما داره حالتی که شیمیدان نداره رو، 1 شیمیدان داره رو حساب میکنیم، حالتی که شیمیدان نداره رو حساب میکنیم. بعد باید با هم دیگه جمع کنیم. به نظر شما این درسته؟ من یه چیزی رو اضافه میکنم، شما تحلیل کنید برای من. 0 از 5 رو کنار این میذارم، یعنی 0 تا از 5 تا ضرب داره، یعنی 0 تا شیمیدان از میان 5 تا شیمیدان، 4 تا قرار انتخاب بشه از 14 تا، به علاوه 1 از 5 تا، 3 تا از 14 تا. بله، چون این اصلا 1 باشه و نباشه فرق نمی کنه. مگه نمیشه 5 فاکتوری به روی 5 منهای 0 فاکتوری ضرب در 0 فاکتوریه؟ این نحوه نوشتنش انگاری 1 در نظر میگیرن دیگه. بنابراین به این صورت به دست میاد. یعنی اومدیم حالتی که 1 دونه شیمیدان و حالتی که 0 شیمیدان انتخاب میشه رو در نظر گرفتیم. سال 8، به چند طریق میتوان 10 پرسش موجود به 6 پرسش پاسخ بدیم؟ از 10 پرسش به این صورت که تست نیست، فقط مسئله اینه که میخوایم یه سوالی پاسخ بدیم یا ندیم. این مسئله است که میخواییم 3 تا مسئله تست، مثلا 4 گزینه یا 2 گزینه نیست، پاسخ دادن و ندادنه. به 3 تا پرسش از 6 پرسش اول پاسخ بدیم و 3 پرسش از 4 پرسش آخر، چون 6 تای دیگه 3 تا. میگه از سؤال 1, 2, 3, 4, 5, 6، این 6 پرسش اوله، بیایم 3 تاشو جواب بدیم و 7, 8, 9, 10، اینم 4 پرسش آخره، 3 تاشو جواب بدیم.
ما میگیم ترکیب 3 از 6 ضرب در ترکیب 3 از 4. این میشه تعداد حالت هایی که میتونیم پاسخ بدیم، که ترکیب 3 از 6، 6 فاکتوریل به روی 6 منهای 3، 3 فاکتوریل ضرب در 3 فاکتوریل که میشه 6 ضرب در 5 ضرب در 3 تقسیم بر 6 ضرب در 5 ضرب در 4 ضرب در 3 فاکتوریل، 3 فاکتوریل با 3 فاکتوریل میره 6 ضرب در 5 ضرب در 4 به روی 6 که میشه 20، 20 ضرب در 4 هم میشه 80. بعد اومده قسمت B گفته حداقل به 5 پرسش از 6 پرسش اول پاسخ بده. خب پس میشه ترکیب 5 از 6، اون یه دونه یه، چون 6 تا پرسش دیگه میاد از 4 پرسش بعدی پاسخ داده میشه که میشه 6 ضرب در 4 24. حد اکثر به یک پرسش از 4 پرسش اول پاسخ داده شود. حد اکثر یعنی یا پاسخ داده نشود یا یکی. پس میگیم 0 تا از 4 تا که میتونیم اینم ننویسیم، بعد بره 6 تا از 6 تای بعدی به علاوه یه دونه از 4 تا، 3 تا از 6 تای بعدی. حد اکثر به یک پرسش از 4 پرسش اول پاسخ شش تا سواله. خب یا باید 0 تا، بعد 6 تا میره از 6 تا، یا یه دونه از 4 تا، بعد 5 تا بعدی از 6 تا، که این میشه یک حالت، چون 6 تا بعدی رو همه رو باید جواب بدیم اگر یه دونه سواله از 4 تا اول جواب ندیم. بعدی هم که میشه 4 ضرب در 6 24 که در جمع میشه 25 طریق. به دو پرسش اول پاسخ داده شود. خب اگر قراره به دو پرسش اول پاسخ بده، یعنی ما اینو در نظر گرفتیم، این به عنوان پیش‌فرض 8 تا پرسش میمونه، 4 تا ما باید جواب بدیم تا برسیم به 6 تا، بنابراین میشه ترکیب 4 از 8 که میشه 70. پرسش های اول آخر بدون پاسخ بمانند. پس ما 8 تا سوال داریم که باید 6 تاش رو جواب بدیم، میشه ترکیب 6 از 8 که میشه 28. دقیقا به یک پرسش با شماره مضرب 3 پاسخ داده شود، یعنی یا پرسش 3 یا 6 یا 9 باید جواب داده بشه، و یعنی یه دونه این 3 تا حتما باید جواب بدیم، و 5 تای دیگه هم از میونه 1 2 3 10 منهای 3 7 پس وقتی میگه دقیقا یه دونه پرسش با شماره مضرب 3، یعنی باید یه دونه از اون مجموعه 3 عضوی انتخاب کنیم، ولی 5 تای بعدی رو از غیر اون مجموعه. سوال 9، 6 کتاب ریاضی و متفاوت و 5 کتاب شیمی متفاوت داریم، به چند طریق میتوانیم در قفسه ای کنار هم به صورت ردیفی بچینیم که هیچ محدودیتی نداشته باشه، که میشه 5 به علاوه 6 11، 11 فاکتوریه. همواره کتاب های ریاضی کنار هم باشن، یه باکسی در نظر میگیریم، 6 فاکتوریه ضرب داره 5 فاکتوریه، نه دیگه، این کتاب های ریاضی 6 فاکتوریه در نظر بگیرید. مثلا یه دونه باکسی داریم، این 6 تا کتاب ریاضی کنار هم.
حالا این باکسه میره با اون 5 تا کتاب شیمی جایگشت میکنه، یه حالتش مثلا این. پس میشه یه باکس و 5 تا کتاب 6 فاکتوریل ضرب داره 6 فاکتوریل، پس میشه 6 فاکتوریل ضرب داره 6 فاکتوریل تعداد کل حالت ها. قسمت پ، همواره کتابای ریاضی کنار هم، کتابای شیمی هم کنار هم. بله، اینجا هر دو رو میذاریم داخل دو تا باکس، یه باکس کتابای ریاضی، یه باکس کتابای شیمی، میشه 6 فاکتوریل ضرب در 5 فاکتوریل. آیا ضرب در 2 هم داره؟ کتابای ریاضی کنار هم، کتابای شیمی هم. بله دیگه، به خاطر اینکه باکس هم میتونن جا به جا بشن، فرق میکنه حالتاش. هیچ دو کتاب ریاضی کنار هم نباشند. خب این معنیش همون کتابای شیمی بینشون قرار بگیره است. ما میاییم اینجا 6 تا جا میذاریم برای 6 تا کتاب ریاضی، بعد میبینیم کتابای شیمی باید بینشون قرار بگیره. بله میشه 6 فاکتوریه ضرب در 5 فاکتوریه. ضرب در 2 هم نداره. چرا؟ چون با کتاب ریاضی باید شروع بشه. یک کتاب ریاضی خاص و یک کتاب شیمی خاص همواره کنار هم باشن. اون دوتا کتاب خاص رو من اینجوری علامت بزنم. این همون کتاب ریاضی خاصه، این هم همون کتاب شیمی خاصه. اینا رو میدارم داخل یه باکس، میگم اگر قرار اینا جا به جا بشن باید با هم دیگه جا به جا بشن، به هم چسبیدن، اما میتونن با هم دیگه چپ و راست کنار هم قرار بگیرن. این دوتا از 11 تا کم بشه میشه 9 تا. پس ما 9 تا کتاب هم داریم که چند تاش ریاضیه؟ 5 تاش ریاضیه. چهارتاش هم شیمی. پس میشه 10 فاکتوریل. 9 تا کتاب داریم، یه باکس داریم، ضرب در 2. این دوی آخره برای چی بود؟ به خاطر اینکه چپ و راست هم میتونن قرار بگیرن، با هم میتونن جا به جا بشن. اما 5 کتاب شیمی در وسط قرار بگیر، در وسط ردیف کتاب ها. وقتی میگه در وسط، نه بین، یعنی درست وسط. خب ما بریم 5 تا کتاب شیمی رو وسط قرار بدیم. این 5 تا کتاب شیمی. چند تا کتاب ریاضی داشتیم؟ 6 تا. پس 3 تا کتاب ریاضی این طرفه، 3 تا کتاب ریاضی هم این طرفه. الان کتابای شیمی درست وسطه. خب ما میگیم این کتابای ریاضی میتونه 6 فاکتوریل جایگش کنن، این کتابای شیمی هم که این وسط هم خب 5 فاکتوریل. پس حالت میشه 6 فاکتوریل ضرب در 5 فاکتوریل. دیگه نباید همیشه بگیم چون باکس داریم و کتابا همش باید تحلیل میکنیم. سوال 10، مجموعه اعداد 1 تا 11 رو داده، چند زیر مجموعه 2 عضوی؟ تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه ترکیب 2، اگه 2 عضوی میخواییم از تعداد اعضای اون، چون اهمیت نداره دیگه جا به جایی دیگه، هر 2 عضو دلخواه رو بذاریم میشه زیر مجموعه 2 عضوی. چند زیر مجموعه 9 عضوی؟ ترکیب 9 از 11 که ترکیب 2 از 11 با ترکیب 9 از 11 برابره. چرا؟ این میشه 11 فاکتوریه به روی 11 منهای 2 فاکتوریه ضرب در 2 فاکتوریه. خب اینجا هم همین میشه دیگه، 11 فاکتوریه به روی 11 منهای 9 که همون 2 فاکتوریه ضرب در 9 فاکتوریه. یعنی تعداد زیر مجموعه یک مجموعه، زیر مجموعه 2 عضوی یک مجموعه 11 عضوی با زیر مجموعه های 9 عضوی اون برابره. اصطلاحاً اینه،
ترکیب R از N با ترکیب N منهای R از N برابره. چند زیر مجموعه سه عضوی دارد که یک عضو آن زوج و دو عضو دیگر آن فرد. خب یه مجموعه در نظر میگیریم، 2, 4, 6, 8, 10. این مجموعه اعضای زوج این مجموعه 11 عضویه، 1, 3, 5, 7, 9, 11. اینم اعضای فردشه. حالا اگر قراره زیر مجموعه سه عضوی داشته باشه که یه عضوش زوج باشه، یعنی یه دونه از این 5 تا و دو تا از این 6 تا انتخاب بشه، به این صورت به دست میاد ترکیب 1 از 5 در ترکیب 2 از 6. چند زیر مجموعه 4 عضوی دارد که شامل 2 و فاقد 5 و 8 باشه. پس اصلا 5 و 8 رو کار نداریم، از این 11 تا 5 و 8 نباید باشه، 2 هم که نباید باشه که چون 2 داره بنابراین 2 هم نباید باشه. 11 منهای 3 تا عضو کنیم میشه 8 تا میمونه. از اونجایی که زیر مجموعه 4 عضویه یه عضوش هم 2 هست، بنابراین 3 تا میمونه. 3 تا از 8 تا آزادیم انتخاب کنیم، پس ترکیب 3 از 8 میشه پاسخ این سوال. چند این مجموعه 5 عضوی شامل دقیقاً 2 عدد اول. خب عدد اول حساب کنیم ببینیم کدوم ها هستن. 2, 3, 5, 7, 11. دقیقاً یعنی چی؟ یعنی 2 تا از این 5 تا رو انتخاب کن، 3 تای دیگه شو باید از غیر این مجموعه 5 عضوی انتخاب کنیم. 11 منهای 5 6 اصلا حفظی نیست. هر مسئله با مسئله دیگه میبینید چقدر متفاوته. چند زیر مجموعه 3 عضوی دارد که حاصل ضرب اعضای آن مضرب 3 باشد. حاصل ضرب اعضای آن مضرب 3 باشد. مضرب 3 اعدادی هستن که در 3 ضرب میشن. مضرب 3 رو بنویسیم؟ نه، مضرب 3 رو برای چی میخوایم بنویسیم؟ اگر 3 6 9 داخل یکی از زیر مجموعه ها باشه کافیه تا حاصل ضرب اعداد مضرب 3 باشه. مثلا 3 5 1. آیا این مجموعه چند زیر مجموعه 3 عضوی دیگه؟ الان این شرط قسمت 3 رو اجابت میکنه؟ بله، 3 ضرب 5 ضرب 1 هست. یا 3 6 2، کافیه یک کدوم از این اعضای مجموعه آ که شامل 3 6 9 هست باشه. خب چند زیر مجموعه 3 عضوی دارد یا اگر نداشته باشه دیگه مضرب 3 هم نداره. 11 منهای 3 میشه چند؟ 8. میایم از طریق مکمل یا متمم حساب میکنیم، میگیم میایم تمام زیر مجموعه های 3 عضوی که حاصل ضرب اعضاشون مضرب 3 نیست رو حساب میکنیم. باید یکی از این اعضا رو نداشته باشه، یعنی هیچ کدوم از این اعضا رو نداشته باشه، میشه ترکیب 3 از 8. 3 تا عضوش شامل یه مجموعی باشه 1, 2, 5, 4, 7, 8, 10, 11 اینا باشه. بعد میگیم 3 از 11 منهای 3 از 8. کل زیر مجموعه های 3 عضوی رو حساب میکنیم که میشه ترکیب 3 از 11
منهای 3 از 8 که کنیم، اون وقت این مجموعه سه عضوی که حاصل ضرب اعضاش مضرب 3 هست به دست میاد. سوال 11. فرض کنید میخواهیم با 4 حرف ب، ج، د، نون و ارقام 2، 4، 5، 7، 8 یک رمز شامل 8 کاراکتر تشکیل دهیم. تعداد کل رمز ها اصلا محدودیت نداشته. 4 تا حرف داریم. 5 تا رقم داریم. میخواییم 8 تا کاراکتر. خب 5 و 4 میشه 9. جایگشت دیگه 9، ضرب در 8، ضرب در 7، ضرب در 6، ضرب در 5، ضرب در 4، ضرب در 3، ضرب در 2 که همون 9 فاکتوریل میشه، چون 1 که دیگه ضربش تأثیری نداره. پس با اینکه شامل 8 کاراکتره اما باز همون 9 فاکتوریل میشه پاسخ. تعداد رمزهایی که در هر یک از آنها همواره حروف کنار هم باشن. خب حروف باید کنار هم باشن. و با اون اعداد جایگشت دارن. هشت کاراکتر. این سوال از یک جهتی به نظر میادش که در پاسخنامه پرسمان گاج یه اشکالی داره. ببینید تعداد رمزهایی که حروف کنار هم باشن و نباید اینجوری یه باکس در نظر بگیریم. ممکنه فقط از 2 حرف تشکیل شده باشه، بعد این 2 حرف کنار هم باشن. اما اینکه بگیم ما یه بسته‌ای در نظر میگیریم 4 حرف، بعد این 4 حرف با اون 5 حرف میشه 6 فاکتوریه. خب این سوالو اینجوری بعد پس اگه مشابه سوال قبل باشه بله. پس میخواد از همه حرفا استفاده کنه. اینو بکنیم 9 کاراکتر، شامل 9 کاراکتر باشه، درست میشه. چرا؟ ببینید اگه 8 باشه میتونه از 3 تا حرف و 5 تا، ولی توی پاسخنامه اومده اینو یه باکس گرفته، بعد گفته این 4 فاکتوریل، این 5 تا با این 6 فاکتوریل پاسخ این داده. باید تعداد حروف و ارقام برابر بشه، از همشون استفاده بشه، اینجوری در نظر بگیره. تعداد رمزهایی که پس اینو بگنیم 9، تعداد رمزهایی که در هر یک از آنها همواره ارقام کنار هم، ارقام کنار هم میشه 5 فاکتوریل، بعد این باکس با اون 4 تا 5 فاکتوریل. تعداد رمزهایی که در هر یک از آنها همواره ارقام کنار هم، حروف هم کنار هم. خب اینجا میشه 5 فاکتوریل ضرب در 4 فاکتوریل ضرب در 2. تعداد رمزهایی که در هر یک از آنها همواره ارقام و حروف یک تر میان، اینم که مشابه شدیدیم، با رقم شروع میشه، اینم حروف، پس میشه 5 فاکتوریل ضرب در 4 فاکتوریل. اما با سوال متنوع دیگه ای داریم که بیشتر مورد علاقه طراحان امتحان تا کنکور.
سوالات کنکور این بخش هم خواهیم دید. یک اداره دارای 18 پرسنل، یک رئیس، 3 معاون، 2 حسابدار، 6 کارشناس اداری، 3 کارمند کارگزینی، 3 کارشناس امور حقوقی. این اداره ماهانه باید جلسه 5 نفره جهت بررسی و تصویب آخرین طرح‌های پیشنهادی برگزار کند. به چند طریق این گروه 5 نفره می توانند انتخاب شوند؟ یک رئیس باشه. خب رئیس یکی از اون 5 نفر، بنابراین یه حالت رو از همون یه حالت داریم، بنویسیم و ننویسیم فرقی نمی‌کنه. و دقیقاً یک کارشناس امور حقوقی. امور حقوقی چند نفرن؟ 3 نفر. هر کدوم از اون 3 نفر میتونن جزو این گروه 5 نفره باشن. و خب الان اون شرط رو اجابت کردیم، حالا 2 نفر رفتن، 3 نفر بقیه از بین چند نفر باید انتخاب بشن؟ از بین 18 منهای 2؟ نه، نکتش این دقیقنه. وقتی میگه دقیقاً یک کارشناس حقوقی، یعنی شما دیگه از کارشناسای حقوقی صرف نظر کن. 3 تا کارشناس حقوقی و رئیس رو صرف نظر کنی میشه 14 نفر باقی مانده که شما 3 نفر رو قرار ازشون انتخاب کنی. خیلی اهمیت داره. توی سوال کنکور این میاد، اما نه اینقدر با این ابعاد. مثلا میگه یک رئیس، 3 معاون، 2 حسابدار، دقیقاً یک حسابدار. چند حالت؟ رئیس و دقیقاً یک معاون، یک حسابدار و یک کارشناس امور حقوقی. این دقیقاً مال کدومه؟ دقیقاً یک معاون، دقیقاً یک حسابدار. بیایم ببینیم دقیقاً یک معاون، یک حسابدار. به نظر میاد دقیقاً مال 1، 2، 3. به نظر شاید اینطور باید حساب کنیم، دقیقاً یک معاون، دقیقاً یک حسابدار، دقیقاً یک کارشناس امور حقوقی. یک از یک کمال رئیسه، یک معاون هم یعنی یکی از 3 تا، یک کارشناس امور حقوقی یکی از 3 تا، یکی از حسابدار هم یعنی یکی از 2 تا. خب پس الان دیگه سراغ کارشناسای حقوقی نمیریم، معاونم هیچی، حسابدارم هیچی. 6 و 3، 9 نفر موندن که ما 9، 10، 11 که ما باید یه نفر از اینا رو انتخاب کنیم. اگر معنیش این باشه، اما معنیش اگر چیزی باشه که فقط دقیقاً یه معاون منظورشه، اینجوری به نظر میاد اینم میتونه باشه. یه دونه رئیس، دقیقاً یه دونه از 3 تا معاون، یه دونه از 2 تا حسابدار حداقل باشن، یه حسابدار باشه، خب یه حسابدار، یه کارشناس امور حقوقی هم باشه. خب اینم هم همین میشه دیگه، دقیقا معنیش همین میشه. بعدن یکی از 9 تا، همین پاسخش. رئیس و دقیقا یک معاون و حداقل 2 کارشناس امور حقوقی. خب حداقل کارشناس امور حقوقی 2 تا، یعنی یه 2 تا، اول یکی از رئیس باشه، یه معاونم یکی از 3 تا باشه، بعد 2 تا کارشناس از 3 تا هم باشه. حالا اون یکی آزاده از کارشناس حقوقی باشه یا نباشه، دیگه اون ما انتخاب
آزادیم. خب یک و سه و جمع میکنیم میشه، یعنی رئیس و معاونا که هیچی انتخاب نمیشه، این چهار تا از اینجا حذف میشه. بعد 14 تا. حالا آیا یکی از 14 تا انتخاب داریم یا نه دوتاش رفته، دوتا دیگه هم رفته به خاطر کارشناسا، 12 تا. یکی از 12 تا هم آزادیم انتخاب کنیم. یکی از حداقل دو کارشناس، این دو کارشناس رو گذاشتیم، بعد اون یک کارشناس میمونه. دو تا از کارشناس ها رفتن، سه تا معاون، پنج تا، شش تا، 18 منهای 6، 12. به نظر میاد این درست باشه، اما یه حالت، یعنی یه روش دیگه اینه که بیایم از عطر جمع استفاده کنیم. حداقل دو کارشناس، یعنی یا دو کارشناس باشه یا سه کارشناس. ببینیم به اون جواب میرسیم. اگر دو کارشناس باشه که میشه یک از یک، یک از سه، دو از سه و یکی از 11 تای بقیه. دیگه کارشناس ها رو حساب نمی کنیم. سه تا اینجا، سه تا هم اینجا، یکی. اما اگر سه تا کارشناس باشه، یک از یک، یک از سه، سه از سه، خب همین دیگه. ببینیم آیا جواب بالا با پایین یکیه. سه ضرب در دو ضرب در 12 میشه. سه ضرب در سه ضرب در 12 میشه 98. اینجا میشه 3 ضرب در 3 ضرب در 11. نود و نو با 3 102. خب کجاش چرا همخونی نداره؟ استدلال اون پایینی که گنه بشیم درسته، چون از لحاظ منطقی دقیقا روبرومونه، دو تا کارشناس یا سه تا کارشناس، عطر جمع استفاده کردیم. اما چرا استدلالی که برای روش اول به کار بردیم میگیم یکی از رئیس، یه دونه رئیس، بعد اینجا اومدیم گفتیم یه دونه از کارشناسا رو انتخاب میکنیم، یه دونه معاون رو انتخاب میکنیم، بعد میریم دو تا از کارشناسا رو انتخاب میکنیم، نفر آخر بره از اون کارشناسی که مونده و بقیه انتخاب بشه. به نظرتون کجا رو داره استدلال اشتباه میگیم؟ چرا این پاسخ روش اول با روش دوم متفاوت شده؟ رو این فکر کنید، خیلی مهمه. تو قسمت های یکی از یکی و که رئیس یکی از ستا که این مشترکه، اما این قسمت آخرش ما کجا رو داره سفسطه میکنیم؟ ما میگیم دو تا از ستا رو انتخاب باید بکنیم و برای انتخاب نفر باقی مانده آزادیم از 12 نفر انتخاب کنیم.
خیلی نکته ظریفی داره. شاید لازم باشه چند بار این قسمت رو دقت کنید. از لحاظ ظاهری اصلا اشتباهی به نظر نمیاد. ما میگیم دو تا از سه تا رو داره پوشش میده، بعد میاد یکی از 12 تا، یعنی این که خب اون یه کارشناس حقوقی هم میتونه انتخاب بشه یا نشه، چون گفته حداقل دو کارشناس. ما اینجا حداقل دو کارشناس رو اینجا میگیم، یعنی دو از سه. اما نکتش اینه، ما اگر اینجا میگیم دو از سه، میتونه اینجوری هم در نظر بشه، یک از سه شو اینجا اجابت کرده باشه و توی اینجا هم یک از 12 حالتی داره که یکی از اون کارشناس های حقوقی هم یکی از این 12 تا هست دیگه. یعنی وقتی قرار دو تا کارشناس حقوقی بشه، میتونه از این، یعنی از این و از این، هر کدوم یه حالت باشه. بنابراین تو حالتی که ما استدلال میکنیم اما عیناً مشاهده میکنیم، اون روش اولویت داره. الان دیدیم روش اصل جمع بر ما عیناً همون چیزی رو که بیان میکردیم نشون میداد. سوال 13، اگر فرض کنیم آ مجموعی شامل 2, 4, 6 و بی شامل 3, 5, 7, 9 و سی شامل 1 و 8، در این صورت چند رمز یا کد 5 رقمی میتوان نوشت که شامل 2 رقم از آ، یعنی 2 از 3، 2 رقم از بی، یعنی 2 از 4، و 1 رقم از سی، 1 از 2. و با توجه به اینکه ما میتونیم این انتخاب ها رو جا به جا کنیم، باید یه دفتر چند فاکتوریل کنیم؟ 3 فاکتوریل؟ نه. ببینید این دوتا اینجوری هم، این دوتا که انتخاب میشن اینجوری هم، و این یکی که انتخاب میشه اینجوری. بنابراین ما 5 تا، بله، حتی این ارقام هم با هم متفاوتن، یعنی میتونیم بگیم 5 تا چیز متفاوت رو داره انتخاب میکنیم. پس دبدر یه 5 فاکتوریل میشه، تکرارم نداره دیگه. پس این ترکیبی ها دبدر یه 5 فاکتوری میشه. 3 رقم آخر از آ، 2 رقم از بی، پس یه 2 تا از 4 تا انتخاب میکنیم، یه 3 تا از 3 تا، یه دبدره 5 فاکتوریل هم برای جایگشتشون میکنیم. میتونن این انتخابا در هم بیامیزن، شامل 1 رقم از آ، 2 رقم از بی، 2 رقم از سی. انتخابا رو 1 از 3، 2 از 4، 2 از 2، دبدره 5 فاکتوریل جایگشت. به چند طریق میتوان 10 نفر که شامل 5 پدر رو، این خیلی سواله مفهومی هست، برای تیزهوشان هم میتونه مطرح باشه. به چند طریق میتوان 10 نفر که شامل 5 پدر و 5 فرزند هستن در 2 طرف میز، اینو یه میز در نظر بگیرید، این یه میز، به این صورت از بالا داره نگاه میکنیم، پدر رو با سیاه نمایش بدیم، پدر 1 فرزند 1، اینا روبرو هم میتونن باشن میتونن نباشن. اما اگر میگه پدرها 1 طرف، فرزندها 1 سمت، به چند طریق میتونن؟ ببینید پدرها میتونن سمت چپ میز باشن، مثل همین چیزی که من الان، میشه 5 فاکتوریل پدرها با هم جایگشت دارن، فرزندها هم 5 فاکتوریل سمت راست جایگشت دارن. و چون حالا میز رو تصور کنید به این صورت، فرزندها بیان این طرف، باز فرزند ها یه طرف هم، پدر ها یه طرف، یه دبدر 2 هم، پس قسمت الف میشه 5 فاکتوریل دبدر 5 فاکتوریل دبدر 2. در هر 2 طرف میز هر پدری روبروی فرزندش بشینه، هر پدری روبروی فرزندش بشینه.
یعنی اینجا یه پدر داریم شماره یک، روبروی فرزندش یعنی شماره یک قرار بگیره. بعد اینجا پدر رو داریم شماره دو، روبروی فرزندش شماره دو. پدر رو داریم شماره مثلا پنج، روبرو فرزندش شماره پنج. اینجا پنج تا حالت داریم، یعنی پنج فاکتوریه برای پدرها میتونیم در نظر بگیریم، اما دیگه فرزندا باید روبروشون وقتی قراره مثل حروف الف با که غیر تکراری باشن، توی مسئله دیدیم 32 ضرب در 1 بود، حرفا یکسان باشن، اینجا هم مثل پدر و پسر کنار هم باشن. میشه 5 فاکتوریل ضرب در هر دو طرف میز، هر پدری روبروی فرزندش بنشینه، در هر دو طرف میز هر پدری، یعنی میگه هر پدری روبروی فرزندش بشینه. خب میتونن اصلا اینا این طرف و اون طرف بشینن، یعنی مثلا اینجا پدر اینجا بشینه، فرزند روبروش اما باشه، اما این طرف شماره دو فرزند، پدرش اینجا. باکسایی داریم که توشون جا به جایی داریم، باکسایی داریم که توشون چپ و راست میتونه بشه، هر فرزند و هر پدر یه باکسن. 5 فاکتوریل جایگشت این باکس هاست در دو طرف میز، و دو حالت جا به جایی برای داخل باکس ها داریم، 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 2 تا 5 تا. ببینید باکس ها که 5 فاکتوریلش روشنه، خب داخل باکس هم دو حالت داریم که میتونن آزاد جابجا بشن، برای همین میشه 2 به توان 5. یه دونه 2 ضرب نمی کنیم چون یه دونه باکس نداریم، 5 تا باکس داریم. اما قسمت پ یه فرقی داره، میگه پدرها در یک سمت، فرزندها در یک سمت دیگه. اینجا دیگه حالت رو مشخص کرده، یعنی میگه آقا یا پدرها این طرف هست، فرزندان این طرف هست، یا برعکسش. اینجا دیگه و با توجه اینکه پدرها و پسرها روبروی همن، یه 5 فاکتوریل برای باکس داریم و یه ضرب در 2 کلی داریم، چون کل پدرها یا کل فرزندان با هم جابجا میشن. سوال 15، برای کنار هم قرار گرفتن 3 ماشین متفاوت پارس هولدر و 5 ماشین متفاوت سایپا، مسئله تر کنید که پاسخ آن 6 فاکتوریل ضرب در 3 فاکتوریل باشد. ما همینجا که 5 رو میبینیم و 3 رو میبینیم و 6، یاد این میفتیم که این 3 تا یه باکسن که با اون 5 تا میشن 6 باکس. پس و چون 3 فاکتوریل هم گذاشته، این 3 فاکتوریل جایگشت ماشین های پارس خود رو، میگیم مسئله اینه 8 ماشین متفاوت داریم که 3 ماشین از پارس خود روی، 5 ماشین از سایپای. تعداد حالت هایی رو که
ماشین های پارس خود رو کنار هم باشن را به دست آورید. سوال 16. با ارقام 1, 2, 3, 4, 5, 6 چند عدد 5 رقمی شامل دو رقم زوج 3 رقم فرد؟ یعنی مجموعه میکنیم. ارقام زوج 2, 4, 6 ارقام فرد 1, 3, 5. وقتی میگه شامل دو رقم زوج یعنی دو تا از این سه تا، سه رقم فرد یعنی سه تا از این سه تا، و با توجه به اینکه اینا جایگش میتونن داشته باشن دفتر 5 فاکتوریل هم میکنیم. ترکیب 2 از 3 دفتر ترکیب 3 از 3 دفتر 5 فاکتوریل. چند عدد 5 رقمی شامل دو رقم فرد 3 رقم زوج؟ ترکیب 2 از 2 مجموعه رو بنویسیم. 2, 4, 6, 1, 3, 5 عدد 5 رقمیه، 2 رقم فرد، 2 از 3 سه رقم زوج که رقم یکان آن 4 باشد. خب از این روشن میشه که خب یه رقم زوجش رفته، یعنی دو رقم زوج دیگه باید از بین 2 و 6 باشه، همین میشه. و ضرب در چند فاکتوریل باید بشه؟ اینجا چون رقم یکانش 4ه، اون 4 تا رقم میشه 4 فاکتوریل. چند عدد 4 رقمی میتوان نوشت که رقمه دو رقم فرد دو رقم زوج باشد؟ خب دو رقم از اون سه تا و دو رقم از اون سه تا همچنین ارقام یک در میان باشد. خب الان محدود ما رو کرده دیگه، این به این صورت اگر بخوام از جایگش استفاده کنیم هم میشه. از جایگش بخوایم استفاده کنیم، سه تا عدد فرد داریم، سه تا زوج داریم، اینا در هم ضرب میشه 6 ضرب در 6، ضرب در 2 میشه 72. اما اگه بخوایم از ترکیب استفاده کنیم، دو تا از سه تا، دو تا از سه تا انتخاب میشه و جایگشتشون به چه صورت میشه؟ این باکس رو در نظر بگیریم، انتخابمون رو کردیم، حالا قراره تو اینجاها قرار بدیم. ارقام زوج و فرد یک در میان باشن. برخی از مسائل رو اینه که تحلیل جایگش کنیم راحت تر هست. لازم نیستش که به ما بگن حتما ترکیب استفاده کنیم. ما اینجا تشخیصمون این هستش که این تحلیلی که کردیم بهتره. با ارقام وقتی اعداد تکراری هستش جابجاییشون تأثیری نداره. درست الان ما 10 تا عدد داریم، یعنی به ما 10 تا عدد داره، ما 10 فاکتوریل وقتی که می نویسیم این 4 تا 9 که با هم جابجا میشن هیچ فرقی ایجاد نمی کنن، یا 2 تا 8ی که داریم همینطور، یا 3 تا 6ی که داریم هم همینطور. بنابراین از تعداد اعداد می کاهد، اعداد متمایز کمتری داریم.
سوال 18 هم باز همینه، 5 فاکتوریل به روی 2 فاکتوریل دفتر 3 فاکتوریل. سوال 19 خب یه سوال متفاوتی هست، این سوال رو شبیهش رو تو کنکورم داریم. 12 نفر به چند طریق می توانند در 3 اتاق 3 نفره، 4 نفره و 5 نفره اسکان پیدا کنند؟ میتونیم به این صورت حل کنیم، بگیم 12 فاکتوریل یعنی همون 12 تا جای خالی، از اونجایی که مثلا نفر اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمی که داخل اتاق 5 نفره هستن جابجاییشون مهم نیست، فقط اینکه 5 نفر باشن، تقسیم بر 5 فاکتوری ترکیب جدیدی ایجاد نمیکنه، همون ترکیبه. 4 فاکتوری ضرب در 3 فاکتوری، این یه روش. روش دیگه اینه، ما میگیم برای اتاق 5 نفره میایم 5 تا از 12 تا رو انتخاب میکنیم، بعد چند نفر میمونه؟ 7 نفر. میریم سراغ اتاق 4 نفره، میگیم 4 نفر از این 7 نفر رو انتخاب میکنیم و بعد 3 تا از 3 تا. حالا ممکنه بگی آقای رضایی چرا رفتی اول سراغ اتاق 5 نفره؟ خب فرق نمیکنه، شما اول برو سراغ اصلا اتاق 3 نفره. میگی من 3 تا از این 12 نفر رو انتخاب میکنم، بعد چقدر میمونه؟ 9 تا. بعد میری اتاق 4 نفره، 4 تا از 9 تا. بعد میری اتاق 5 نفره، 5 تا از 5 تا. ببینید این فرقی نداره، این میشه 12 فاکتوریل، 7 فاکتوریل، 3 فاکتوریل. مخرجش هم حساب کنیم دیگه، بالایی رو حساب کنید 12 فاکتوریل، 5 فاکتوریل، دفتر 12 منهای دفتر 7 فاکتوریل، به روی 7 منهای 4 3 فاکتوریل، دفتر 4 فاکتوریل، دفتر 1 پایین 12 فاکتوریل، به روی 9 فاکتوریل، دفتر 3 فاکتوریل، دفتر 9 فاکتوریل، 9 منهای 4 5 فاکتوریل، دفتر 4 فاکتوریل، دفتر 1. اینجا اگه ساده کنیم 7 فاکتوریل با 7 فاکتوریل میره، میشه 12 ضرب در 11 ضرب در 10 ضرب در 9 ضرب در 8 ضرب در 7 ضرب در 6. نه دیگه، 5 فاکتوریلش هم با 5 فاکتوری میره، تقسیم بر 6 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 پایین. 9 فاکتوریل با 9 فاکتوریل میره، میشه 12 ضرب در 11 ضرب در 10 ضرب در 9 ضرب در 8 ضرب در 7 ضرب در 6. 5 فاکتوریل هم با اون 5 فاکتوریل میره، باز میبینید به همون 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در، به همون عدد میرسید، فرقی نمیکنه پس از کدوم اتاق شروع کنید به پر کردن، به یه عدد میرسید. با حروف کلمه جام جهانی چند کلمه 8 حرفی میتوان نوشت؟ میبینید که تعداد حروف همون 8 تا است، اما تکرار داره، 1 2 3 4 5 6 7 8. جیم دوتا، الف دوتا، پس میشه 8 فاکتوریل تقسیم بر 2 فاکتوریل ضرب در 2 فاکتوریل، 22. روی تعداد جعبه حاوی اجناس تولید شده خاصی کد گذاری کرده، هر جعبه را با حروف با یک کد 8 حرفی با این حروف میخواییم از بقیه جدا کنیم. یعنی منظورش اینه چند کد متمایز با این 8 حرف که تکرار هم داریم، میبینیم دی تکرار داره، آ تکرار داره، کل این حروف 1 2 3 4 5 6 7 8. از این 8 حرف 8 تا برچسب میخواییم ببینیم چند نوع کد متمایز میتونیم ایجاد کنیم. 8 فاکتوریل تقسیم بره 1 آ 2 آ 2 فاکتوریل، 3 تا دی 3 فاکتوریل و بی هم که 2 فاکتوریل. بی 1 2 2 فاکتوریل، دی
دو فاکتوری. 23 میگه میخواهیم نوع خودکار یکسان که 4 تای اون رنگ آبی، 3 تاش رنگ قرمز، 2 تاش رنگ سبز و در یک ردیف قرار بدیم. یعنی اون 4 تا آبی این همه حالت ها میشه 9 فاکتوریه به روی 3 فاکتوریه، دبدر 2 فاکتوریه، دبدر 4 فاکتوریه. مثل پرچم ها میمونه، 4 تا پرچم از یک کشور، 3 تا پرچم از یک کشور میخوان در یه ردیف قرار بدن، دیگه اون تکرار پرچم ها کنار هم قرار بگیرن دیگه فرقی نمیکنه. شما نگاه کنید این مثلا قرمز پرچم یک کشور باشه، این سبز پرچم یک کشور، دیگه این سبز با هم جا به جا بشن که حالت جدیدی ایجاد نمیکنه یا قرمز ها. برای همین میشه 5 فاکتوریه تقسیم بر 3 فاکتوریه دفتر 2 فاکتوریه. 13 نفر دانش آموز برای سوار شدن در سرویس مدرسه، یعنی این همون اتاقای هتله. یه ون داریم ظرفیتش 9 نفره، یه تاکسی داریم مثل اتاقای 5 نفره، 9 نفره، 4 نفره. یه روش 13 فاکتوریل به روی 9 فاکتوریل دفتر 4 فاکتوریل. یه روش دیگه چیه؟ 4 تا از 13 تا دفتر 9 تا از 9 تا به همون میرسیم. سوالای بعدی دیگه، قبل از اینکه سوال 25 رو حل کنیم که توضیح انشه یکسان بین کانفر یا انتخاب ان شاخه گل از کان و گل هست، بیایم یه مسئله خاص رو که در این مسائل مطرح نشده اما سطح بالایی داره برای شما مطرح کنم. یه راه حلم براش بگم اما روش اگر علاقه مند باشید خودتون خیلی فکر میکنید. 3 تا عاشق داشته باشیم و 4 تا چنگال. بعد یه زمان هست بگه اینا یک درمیون باشن که نمونش رو دیدید دیگه. مثلا این قاشق، این قاشق، این قاشق، بعد چنگالا به این صورت باید بینشون قرار بگیره، یک درمیون الان به این صورته. بعد میشه 4 فاکتوریل دبدر 3 فاکتوریل. قاشق هم نمیتونه اول باشه چون اگه قاشق اول باشه ببینید چه اتفاقی میفته، دوتا چنگال میمونه. اما اگر همین مسئله 3 قاشق و 4 تا چنگال به این صورت مطرح بشه، 3 تا قاشق داریم و 4 تا چنگال، به چند طریق که هیچ دو قاشقی کنار هم نباشن، این چجوری حل میشه؟ میای قاشقا رو در نظر میگیرید، قرار کنار هم نباشن، یعنی باید حتما به این صورت باشن یکی در میون یا نه میتونه به این صورت هم در نظر گرفته بشه، مشکلی نداره چنگالا کنار هم باشن، باز الان قاشقا کنار هم نیستن. یا بازم حالتهای دیگه ای داریم که چنگالا کنار هم باشن اما الان نگاه کنی باز قاشقا کنار هم نیستن. چجوری باید این مسئله رو حل کنیم؟ نکتهش اینجاست، ما میخواییم بین قاشق ها فاصله باشه. یه جا اینجا، یه جا اینجا، یه جا اینجا و یه جا اینجا.
آیا چنگاله رو اینجا میتونیم بذاریم؟ بله. چجوری باید استفاده کنیم از اینجاها؟ باید قاشقا رو در نظر بگیریم ابتدا یا چنگالا رو؟ در اصل باید چنگالا رو در نظر بگیریم، بعد بگیم سه تا قاشق هر جوری میتونن بین این جاهای خالی قرار بگیرن. ما چند تا جای خالی داریم؟ بشماریم. یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا و یه دونه اینجا. سه تا از این پنج تا رو انتخاب میکنیم برای سه تا قاشق. ضرب در سه فاکتوریل، ضرب در پنج چهار فاکتوریل. این سه فاکتوریل و چهار فاکتوریل برای جایگشت های سه تا قاشق و چهار تا چنگال، یعنی چهار تا چنگال متفاوت داریم، سه تا قاشق متفاوت. اما این سه از پنج چیه؟ ما سه تا جا انتخاب میکنیم برای سه تا قاشق. هر کدوم از سه تا جایی که انتخاب بشه از این پنج تا جا مطلوب ماه. من از شمایی که علاقه من هستید میخوام این مسئله رو با این راه حلم روش خیلی فکر کنید. کل حالات که میشه هفت فاکتوریل منهای حالت هایی که دو قاشق کنار هم باشن و سه قاشق کنار هم باشن رو حساب کنید و نشون بدید با راه حل اولمون جواب یکسانه. بریم سراغ سوال 25 که توضیح انشای یکسان بین کانفر یا انتخاب ان شاخه گل از کانو گل. ببینید x1 به علاوه x2 به علاوه x3 مساوی با 2، n اینجا 2، 3 تا نو گل داریم. یعنی اگر این خدشینا رو در نظر بگیریم که مثلا اینجا بالاش بنویسیم روز، محمدی، مریم، اون توپورا یعنی مثلا یه روز یه محمدی، حالت بعدی یه محمدی یه مریم، یا اصلا دوتاش روز یا دوتاش محمدی یا دوتاش مریم و یا یه دونه مریم یه دونه روز. کلن چند تا حالت شد؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. اما این شش حالت رو چجوری به دست آوردیم؟ میگیم این مرزهای جدا کننده، این خطای قرمز و این گلوله های سیاه مثل دو تا رقم یکسان یک و یک در نظر بگیرید و دو و دو. چند تا عدد چهار رقمی میسازن؟ چهار فاکتوریل به روی دو فاکتوریل ضرب در دو فاکتوریل، که این همون ترکیب چهار از دوه. که این از کجا به دست میاد؟ اینجا سه تا میبینید، سه به علاوه دو منهای یک همون چهار رو ایجاد میکنه، سه منهای یک هم همون دو رو. پس ما میگیم n به علاوه کا منهای یک ترکیب کا منهای یک از n به علاوه کا منهای یک، که تو درس مفصل اینو گفتیم. از اینجا به بعد اینقدر تمرین مشابه هست، فقط n و کا تشخیص دادنش مهمه، که اصلا مهمم نیست که n بزرگتر باشه یا کا. 25 پس شد 6 حالت. n 2 یعنی ما میگیم x1 به علاوه x2 به علاوه x3 مساوی با 2. 3 نو گل داریم، کا 3 n 2. پس n و k رو به این صورت تشخیص میدیم، k نفر یا k نو و n تعداده، میشه 2
به علاوه 3 منهای 1 ترکیب 3 منهای 1 از که میشه همون ترکیب 2 از 4 که همون 4 فاکتوریه به روی 2 فاکتوریه ضرب در 2 فاکتوریه که میشه 4 ضرب در 3 تقسیم بر 2 6. بعد میگه حالت کلی برای انتخاب دلخواه این شاخ گل از بین کانو گل میشه ترکیب چی؟ کای منهای یک از این به علاوه کا منهای یک، که اینو توی درس هم به یه نوع صورت دیگه هم این فرمولو داریم. یعنی از طریق جاییش هم میتونیم. به چند طریق میتوان از بین 5 نوع گل دست گلی شامل 9 شاخه گل را به دلخواه انتخاب کرد. پس اینجا میشه x1 به علاوه x2 تا x5 مساوی با 9. که میشه ترکیب 5 منهای 1 از 9 به علاوه 5 منهای 1 که میشه ترکیب 4 از 13. اگه خواستید عددش رو به دست بیارید میشه 715. حساب کنید حتما. سوال 28. به چند طریق می توان دسته گلی شامل 11 شاخه گل را از بین 3 نوع گل انتخاب کرد؟ آها، اینجا یه شرطی گذاشته، حداقل یه شاخه گل از هر گل انتخاب شد. اول معادله رو بنویسیم، x1 به علاوه x2 به علاوه x3 مساوی با 11. اما وقتی میگه از هر شاخه گل، از هر نوع گل یه دونه شاخه انتخاب کنیم، یعنی یه دونه اول بده به این، یه دونه این، یه دونه از این انتخاب باید بشه. پس دیگه ما ناگزیر هستیم یه دونه از هر کدوم داشته باشیم. پس در حقیقت مسئلهمون تبدیل میشه به x1 به علاوه x2 به علاوه x3. از اون 11 تا 3 تاشو برداشتیم دیگه، چون 3 تا رو باید از هر کدوم یه دونه انتخاب میکردیم. 11 منهای 3 8. این مسئله وقتی مسئله ترکیبه که x بتونه صفرم باشه، پس این مسئله ای که بالا بود تبدیل میشه به مسئله ای که x i بزرگتر مساوی صفره. ما اینو از ترکیب میدونیم میشه 8 به علاوه 3 منهای 1 این بالاش، ترکیب 3 منهای 1 از 8 به علاوه 3 منهای 1. ما نمیتونیم مسئله بالا رو از ترکیب حل کنیم مگر اینکه بتونه هم x1 هم x2 هم x3 صفرم بشه. بعد میشه ترکیب 2 از 10 که میرسیم به 45. پس شرط ها رو به صورتی تغییر میدیم، اعمال میکنیم تا برسیم به مسئله که بتونیم از فرمول ترکیب استفاده کنیم. 29. اینجا هم در حقیقت به یه بیان دیگه گفته حداقل یک شاخه گل از هر نوع از این 4 نوع شاخه گل، x1 به علاوه x2 به علاوه x3 به علاوه x4 مساوی با 9، 4 نوع گل داریم که قراره 9 شاخه گل ازشون انتخاب کنیم. اما وقتی میگه جواب صحیح و مثبت، یعنی حداقل باید یک شاخه گل از هر گل انتخاب بشه. 0 1 1 1 این جواب صحیح و مثبت نیست. x1 نباید 0 باشه، x2 نباید 0 باشه، x4 نباید 0 باشه، هیچ کدوم نباید 0 باشه. پس یکی یه شاخه گل از هر کدوم بر میداریم، انتخابی در این زمینه تا این حد نداریم. معادلمون به این صورت در میاد، x1 به علاوه، حالا توی کتاب تغییر متغیر داده، گفته این x1 x2 x3 x4 رو تبدیل میکنیم به، خب ما هم همین کار رو کنیم، چون x1 x2 x3 x4 بعدن یکی بهشون اضافه میشه دیگه. میگیم ایگرگ یک به علاوه ایگرگ دو به علاوه ایگرگ سه به علاوه ایگرگ چهار
یکی یه شاخه گلم، از هر کدوم برداریم 9 منهای 4 5. در حقیقت x1 همون y، یا بگیم x1 که یه شاخه گل دادیم به هر کدوم، بنابراین ایگرگ 1 مساوی با ایکس 1 به علاوه 1 یا منهای 1. بله، ایگرگ 1 به علاوه 1 مساوی با ایکس 1، چون یکی یه دونه شاخه گل، ایکس آی مساوی ایگرگ آی به علاوه 1. یا اینطوری بگیم x1 xi منهای 1 مساوی yi، که از اونجا هم میرسیم به همین. اگه جایگذاری کنیم که میبینید این دوتا معادله هم عرض همن، یعنی اگر به جای y1 بذاریم x1 منهای 1، بذاریم x2 منهای 1، x3 منهای 1، x4 منهای 1، منهای 1 ها که جمع بشه میشه منهای 4، بره اونور با 5 میشه 9. اما بریم این معادله ساخته شده که الان هر yi بزرگتر مساوی با 0 میتونیم از ترکیب استفاده کنیم. بگیم ترکیب 4 منهای 1 از 5 به علاوه 4 منهای 1، یعنی ترکیب 108 که میشه 56. بنابراین چند تا جواب صحیح و مثبت داره؟ 56 تا. بدیهیه وقتی شما جوابا رو به دست میارید میگید 56 تا، این معادله 56 تا جواب داره، یعنی y1 به علاوه y2 به علاوه y3 به علاوه y4 مساوی با 5. یه جواب مثلا اینه 1 2 1 1، جمع اینا میشه 5 تا. اما چون حداقل باید 1 اضافه کنیم بهشون، بنابراین میشه 2 3 2 2، جمعش میشه چند؟ 9. یعنی x1 x2 x3 x4 مقصود ما. یا یکی از جوابهای دیگه 0 5 0 0، این برای ایگرگ هاست، یکی یکی اضافه میکنیم معادل ایکس هاشون به دست میاد. اصل معسله ما برای ایکس هاست. اگر بگی یه چند تا جواب از اون معادله رو برای ما بگید، ما باید نهایتاً یکی یه دونه بهشون اضافه کنیم. نشان دهید تعداد جواب های صحیح و مثبت معادله ایکس 1 به علاوه ایکس 2 تا ایکس کا مساوی با n برابر با ترکیب کا منهای 1 تا n منهای 1. خب ما میگیم جواب صحیح و مثبت میخوای، بنابراین x1 هست، y1 به علاوه 1، x2 هست، y2 به علاوه 1. یعنی ما میگیم y1 رو جوری تعریف میکنیم که دیگه لازم نباشه مثبت باشه، صفر هم باشه. بعد حالا جای گذاری کنیم، به جای x1 میذاریم y1 به علاوه 1، به جای y1 میذاریم، به جای x1 میذاریم y1 به علاوه 1، به جای x2 میذاریم y2 به علاوه 2 تا بره yk به علاوه k، بعد مساوی با n. حالا میگیم با توجه به این که قرار معادله رو حل کنیم به ازای
مقادری که صفرم میشه تبدیل کردیم به ایگرگ یک به علاوه ایگرگ دو تا ایگرگ کا اینا یکه، دو نه. بعد چند تا یک داریم؟ کا تا. بنابراین این طرف میشه n منهای کا. حالا معادله ایگره یک به علاوه ایگره دو تا ایگره کا شده n منهای کا. این n منهای کا همون n مون هست دیگه، میشه n منهای کا به علاوه کا منهای یک. اینجا هم کا منهای یک. سادش کنیم چی میشه؟ میشه ترکیب کا منهای یک n منهای یک. اثبات شد. فقط کافی بود یه تغییر متغیر رو، بعد کا میره اونور به جای n میشه n منهای کا و میایم میگیم مثل هر معادله دیگه به این صورت حل میشه. در یک گل فروشی سه نوع گل به تعداد فراوان وجود دارد. به چند طریق میتوان هفت شاخ گل انتخاب کرد؟ سه نوع گل x1 به علاوه x2 به علاوه x3. گفته حداقل یک گل از هر کدوم انتخاب بشه. بعد میشه y1 به علاوه y2 به علاوه y3 7 منهای 3 4. پس میتونیم بگیم 4 به علاوه 3 منهای 1 3 منهای 1. یا نه، با توجه به اثباتی که تو مسئله قبل کردیم، وقتی که x1 به علاوه x2 تا x3k جمعش شده n و جواب های صحیح مثبت، ترکیب کای منهای 1 از n منهای 1. این معادله بالا یعنی x1 به علاوه x2 به علاوه x3 مساوی 7، میخوام جواب های مثبتش رو پیدا کنیم. بنابراین میشه ترکیب 3 منهای 1 از 7 منهای 1 که همون 2 از 6 میرسیم. از هر دو تعبیر به یک ترکیب یعنی 2 از 6 میرسیم. 32 میگه مطلوب تعداد جوابهای صحیح مثبت، باز میشه ترکیب n منهای 1ش میشه 11 منهای 1، کای منهای 1ش میشه 3 منهای 1، 2 از 10. 33 چند عدد سه رقمی وجود دارد که مجموع ارقام آنها برابر 6 است؟ این خیلی سواله، با وجود اینکه خیلی کوتاه اما خیلی مفهومی و مهمه. آیا ما میتونیم مجموع سه رقم رو به عنوان سه شاخه گل، سه نوع شاخه گل در نظر بگیریم، بگیم x1 که به علاوه x2 به علاوه x3 مساوی با 6، مجموع ارقام مساوی با 6، همه چی درسته الا اینجا نمیتونه صفر باشه و سه و سه، و از طرفی اینا میتونن صفر باشن، یعنی سه سه صفر یه جواب مورد نظر ما. 330 مجموع ارقامش میشه 6. چی کار کنیم که این حالت از بین بره؟ میگیم شرط اینه x1، یعنی لازم نیست همه شرط داشته باشن، x1 باید بزرگتر از 0 باشه، یعنی 1 2 3 4 5 و 6 قابل قبوله. اما x2 و x3 میتونن 0 باشن. خب اگر یه دونه شرط داشته باشه اون دوتا شرط نداشته باشن چجوری تبدیلش کنیم؟ میگیم یه کار میکنیم، کل مسئله جوابهاشو به دست میاریم، از متمم استفاده میکنیم، اون حالتی که رقم صدگان صفر هست رو ازش کم میکنیم. یه بار دیگه فرض میکنیم اصلا هیچ محدودیتی نداریم، ببینیم چند تا جواب داریم. میشه ترکیب n به علاوه کای منهای 1، اینجا هم 3 منهای 1، 2 از 8. این کل جواب است. حالا میریم سر این که اینجا رقم صدگان یه حالت داشته باشه و اونم صفره. بنابراین x2 به علاوه x3 باید 6 باشه چون صدگان صفره.
حالا چند نوع شاخه گل داریم؟ ایکس و ایکس رو نباید بگید که الان بادم سه نوع شاخه گل داریم. دو نوع شاخه گل داریم، یعنی کامون دوه، اینمون شیشه، بنابراین میشه دو منهای یک شیشه به علاوه دو منهای یک ترکیب یک از هفت که میشه چند؟ هفت. پس ترکیب دو از هشت که میشه 28 منهای هفت، یعنی 21 عدد داریم که جمع ارقامشون میشه 6، چون صدگانو گفتیم باید صفر نباشه. اما سوال 34 میگه معادله x1 تا x6 وقتی جمع بسته شده چند جواب صحیح و مثبت دارد؟ xi بزرگتر مساوی با 1، بله، ترکیب کای منهای 1 از ان منهای 1، 5 از 13. این سوالای بعدی هر کدوم یه نکته ای دارن، خیلی دقت کنید توی امتحانات معمولا به این صورت میدن، یعنی یا ضریب داره یه حالتی داره که از اون حالت ساده ترکیب بنویسیم خارج شده. مثلا اینجا شرط کرده x2 باید 5 باشه، x4 باید 2 باشه. خب همین شرط ها یعنی چی؟ یعنی شاخه، نوع گل 2 5 رو بعد ازش انتخاب بشه. ما در مورد نوع گل دوم یا نفر دوم انتخابی نداریم، بنابراین میگیم x1 به علاوه 5 به علاوه x3 به علاوه x4 هم تعیین کرده 2 به علاوه تا بره x7 مساوی با 15. بعد برای x6 هم تعیین کرده حداقل باید 4 باشه. اول از همه اینو تعیین کنیم، 5 و 2 میشه 7، بنابراین x1 به علاوه x3 به علاوه x5 به علاوه x6 به علاوه x7 مساوی 15 منهای 7، 8. از اینجا به بعد این شرط x6 بزرگتر مساوی با 3 باید در تک تک حالتاش، یعنی چی؟ یعنی ما یه بار باید x6 رو در نظر بگیریم مساوی با 4، یه بار x6 رو باید در نظر بگیریم مساوی با 5، یه بار x6 رو باید در نظر بگیریم مساوی با 6، یه بار x6 رو باید در نظر بگیریم مساوی با 7. یعنی در حالت هایی که این اتفاق میفته بررسی کنیم آیا درست داره میگیم؟ اینقدر پیچیده، یعنی اینقدر تعداد حالت های زیاد رو باید بررسی کنیم و تعداد جواب ها رو جمع کنیم؟ نه، یه جور بی‌دقتی داره میکنیم. جواب صحیح و مثبت یعنی x1, x3, x5, x6, x7 هم باید حداقل یه دونه یک بهشون برسه، بنابراین میشه x1 به علاوه، حالا اینو تبدیل بشه به y دیگه، بنابراین میشه y1 به علاوه y3 به علاوه y5 به علاوه y6 به علاوه y7 مساوی با x6 کاری نداریم، اما این ستا و 4 ازش کم بشه
با x6 اگر دقت کنیم مثلا x6 میشه با دکتر مساوی 4، یعنی اگه تغییر متغیر بذاریم براش y، اینجا هم یه 4 اضافه کنیم، یعنی اونایی دیگه بزرگتر مساوی 1 اما x6 بزرگتر مساوی با 4. خب اینجا هم بذاریم y6 به علاوه y7، اونا هر کدوم 1، پس میشه 4. اینم ظاهرن توی کتاب پرسمان این رو برای جواب‌های صحیح در نظر گرفتم نه مثبت، یعنی برای x1 دیگه نوشته خود y1 بزرگتر مساوی با 0، یعنی هیچ تغییر متغیری نداره، یا x0 رو همینطور. و بعد از اینکه فقط برای x2 گذاشته 5 و x4 گذاشته 2، 15 و منهای 7 کرده شده 8، و فقط برای x6 تغییر متغیر رو داده، y6 به علاوه 4 یه 4 هم از 8 کم کرده، بعد شده ترکیب 4 از 8. در صورتی که به نظر من باید وقتی میگه جواب صحیح و مثبت، x هم باید به علاوه 1 بشه. چجوری؟ برای مسئله 34 همین کارو انجام. سوال 36 میگه به چند طریق میتوان از بین 4 نوع گل 9 شاخ گل انتخاب کرد، هرگاه بخوایم به دلخواه انتخاب کنیم. وقتی میگه به دلخواه انتخاب کنیم، یعنی میتونیم انتخاب هم نکنیم، دست خودمون هر 9 تا رو از یه نوع یا هر جور دیگه، یعنی از x1 به علاوه x2 به علاوه x3 به علاوه x4 xi بزرگتر مساوی با 0، ما این معادله را ترکیب میتونیم بگیم ترکیب 4 منهای 1 از 9 به علاوه 4 منهای 1 که میشه ترکیب 112. اما قسمت ب، هر نوع گل حداقل یک شاخ گل، یعنی یکی یه شاخ گل به اینا بدیم، بنابراین میشه y1 به علاوه 1 به علاوه y2 به علاوه 1 به علاوه y3 به علاوه 1 به علاوه y4 به علاوه 1 مساوی با 9، یعنی y1 به علاوه y2 به علاوه y3 به علاوه y4 مساوی 9 منهای 4 5، یعنی ما x و xi رو تعریف کردیم، yi به علاوه 1 چون میخوایم جوابهای مثبت رو به دست بیاریم، یه تغییر متغیر دادیم به این صورت که جوابهای yi به دست بیاد، به علاوه 1 میشه مثبتشون که میشه ترکیب 5 به علاوه 4 منهای 1 این بالا، 4 منهای 1 ترکیب 3 از 8. که البته قبل از اینکه این معادله رو از تغییر متغیر استفاده کنیم، میدونستیم جواب‌های صحیح و مثبت معادله x1 به علاوه x2 به علاوه x3 به علاوه x4 مساوی با 9، کاه منهای 1، 9 منهای 1 یعنی همون n منهای 1، باز ترکیب 108 میرسیم. به چند طریق میتوان از بین 4 نوع گل 11 شاخ گل انتخاب کرد به دلخواه؟ باز ترکیب 4 منهای 1 از 11 به علاوه 4 منهای 1 که میشه ترکیب 3 از 14.
از هر نوع گل حداقل یه دونه. به این دفعه میتونیم از همون فرموله کایمن های یک از انمن های یک استفاده کنیم، یعنی 3 از 10. اما قسمت پ، از گل نوع سوم حداقل 2 شاخه گل و از گل نوع چهارم بیش از 4 شاخه گل. اول اینو به زبان ریاضی بنویسیم، یعنی x1 به علاوه x2 به علاوه x3 به علاوه x4 مساوی با 11 رو داریم. میخوایم اینو حل کنیم، اما با این شرط که x بزرگتر مساوی با 2، یعنی حداقل 2 شاخه گل از نوع گل سوم، گل نوع سوم و از گل نوع چهارم بیش از 4 شاخه گل، یعنی x4 بزرگتر مساوی با 5. بیش از 4 شاخه گل یعنی خود 4 هم نه، برای همین بزرگتر مساوی 5 گذاشتیم. اما وقتی میگه از گل نوع سوم حداقل 2 شاخه یعنی بزرگتر مساوی 2. حالا اینو تبدیل میکنیم، یعنی به جاش میذاریم x1 به علاوه x2. x رو میذاریم چی؟ اینو الان میتونیم تبدیل کنیم دیگه، بذاریم y3 به علاوه 2. همه رو میتونیم مثلا y کنیم، یه دونه معادله جدید بنویسیم راحت تر، یعنی بنویسیم y1 همون معادله x1 چون آزاده، y3 به علاوه 2 و y4 به علاوه 5. این 5 و 2 میشه 7، میره اونور کم میشه، بنابراین y1 به علاوه y2 به علاوه y3 به علاوه y4 میشه 11 منهای 7 4. بعد میاییم میگیم میشه ترکیب 4 منهای 1 از 4 به علاوه 4 منهای 1 ترکیب 3 از 7. بعد جوابایی که خواستیم به دست بیاریم چجوری میشه؟ مثلا میگه چند تا از جوابای قسمت پ رو برای ما بگو. ما معادلمون تغییر دادیم، شد y1 به علاوه y2 به علاوه y3 به علاوه y4 مساوی با چند؟ 4. اینجا yiamون بزرگتر مساوی با 0. یکی از جوابای 1 1 2 0. اما از اونجایی که تعیین کرده بودیم x، الان ما میخوایم x رو تعیین کنیم دیگه، x3مون برابر بود با y3 به علاوه 2، دوتا بهش میدیم، یعنی x3مون میشه چند؟ 4. 1 و 1 و 4 و y4مون 5 تا بهش اضافه میشه، 5 5 و 4 و 1 و 1. این x1مونه، این x2مونه، این x3مونه، 5 هم x4مونه. بنابراین اگه گفتن چند تا از جواب رو بنویسید، این تغییر متغیری که دادیم رو لحاظ میکنیم، جواب برای x1 تا x4 برای ما ملاکه. قسمت ت، از گل نوع دوم انتخاب نشود. اصلا کاری با گل نوع دوم نداریم، از گل نوع سوم حداقل 5 شاخه گل، یعنی x3 رو داریم بزرگتر مساوی 5. پس می نویسیم x1 به علاوه x2 به علاوه x3
به علاوه x4 مساوی با 11. وقتی میگه از گل نوع دوم انتخاب نشود، یعنی این چیه؟ این صفره، اصلا انگار نیست. فقط ما باید x1 که به علاوه x3 به علاوه x4 از این سه نوع گلی که باقی مونده انتخاب کنیم. خب به جای x هم تغییر متغیر که بدیم که بتونه صفرم باشه، میشه y1 به علاوه x رو میذاریم y3 به علاوه 5. بعد 5 میره اون ور از 11 کم میشه، میشه 6. بنابراین 3 نوع گل داریم که قراره 6 شاخ گل ازش انتخاب بشه. بنابراین میشه ترکیب 3-1 6 به علاوه 3-1. دقت کنید، این بی دقتی رو نکنید که اینجا y4 دیدید، 6 رو به علاوه 4 کنید. 3 نوع گل داریم سمت چپ. بنابراین میشه ترکیب 2 از 8 که میشه 28. اما قسمت 3 میگه از گل نوع اول فقط 2 شاخه گل، بقیه چیزا رو نگفته، یعنی بقیهش آزاده، میتونه انتخاب بشه نشه، انگاری شرطی براش وجود نداره دیگه. بنابراین از گل نوع اول فقط 2 شاخه، پس میگیم x1 به علاوه x2 به علاوه x3 به علاوه x4 مساوی با 11. این معادله تبدیل میشه به معادله ای که ما قراره از ترکیب ازش استفاده کنیم، با لحاظ کردن این شرط که از گل نوع اول فقط 2 شاخه این رو بذاریم 2 x2 به علاوه x3 به علاوه x4 مساوی با 11. بنابراین میشه x2 به علاوه x3 به علاوه x4 مساوی با 9. حالا میگیم 3 9 3-1 9 به علاوه 3-1 ترکیب 2 از 11 که میشه 55. خیلی این مسائل با وجود اینکه به نظر سخت میاد، اگر راهشو بلد باشیم انواع مختلف این مسائل رو میتونیم حل کنیم. تیپ خیلی مشخصی هم داره، برخلاف جایگاهش این نوع چارچوب خیلی مشخصی در کتاب درسی داره، خیلی پراکنده نمیدن، از این لحاظ میتونیم اطمینان داشته باشیم. قسمت جیم، از گل نوع دوم فقط 3 شاخه. اول معادله رو بنویسیم، بعد شرط ها رو اعمال میکنیم، به صورتی در میاریم معادله رو که هر کدوم از متغیرها بتونن 0 و اعداد صحیح دیگه مثبت باشن، مساوی 11 از نوع دوم 3 از نوع سوم x3 بزرگتر مساوی با 2. بعد به جای x2 هم میذاریم 3. خب اینا رو تبدیل کنیم به y که چون راحت ترم هست، میشه y1 به علاوه 3 به علاوه y3 به علاوه 2 به علاوه y4 مساوی با 11. بنابراین میشه y1 به علاوه y3 به علاوه y4 مساوی با 11-5 6. بنابراین میشه ترکیب 2 3-1 2 6 به علاوه 3-1 ترکیب 2 از 8. بریم سراغ قسمت چه. سوال جامعی بود، از گل نوع اول انتخاب نشود، اصلا کاری نداریم
از گل نوع سوم فقط 4 شاخه. خب اینم 4 شاخه، بنابراین شد x2 به علاوه 4 به علاوه x4 مساوی با 11. یعنی در حقیقت معادله ما شد x2 به علاوه x4، یعنی دو نوع شاخ گل، دو نوع گل داریم، قرار 11 منهای 4 7 شاخ گل از این دو نوع انتخاب کنیم. ترکیب 2 منهای 1 7 به علاوه 2 منهای 1، بنابراین میشه ترکیب 1 از 8. معادله رو می نویسیم، شرط ها رو اعمال می کنیم. میگه انتخاب بشه حداقل اینقدر باشه، فقط اینقدر باشه، دقیقا اینقدر باشه، فرقی نمی کنه، فقط اینقدر باشه با دقیقا اینقدر باشه یکیه. سوال 38، به چند طریق می توان 6 توپ یکسان را بین 4 نفر و به دلخواه توزیع کرد؟ یعنی به نفر اول اصلا می خواهیم توپ ندیم. باز همون x1، یادتونه در مورد صورت این درس چی گفتیم؟ توزیع n شیء یکسان بین k نفر یا انتخاب n شاخه گل از k نوع گل یکیه. الان x1 به علاوه x2 به علاوه x3 به علاوه x4 این همون 4 نفرن که قرار 6 تا توپ، جمع توپ هایی توزیع شده بین این 4 نفر بشه 6، بنابراین میشه ترکیب 4 منهای 1 از 6 به علاوه 4 منهای 1، یعنی ترکیب 3 از 9. سوال بعدی، این مهره شده، ترکیب 2 از 8 به علاوه 3 منهای 1، پس میشه ترکیب 2 از 10. سوال 40، به چند طریق میتوان 7 توپ یکسان را بین 4 نفر توزیع کرد؟ حداقل هر نفر یه توپ داشته باشه. خب به هر کدوم یکی یه توپ میدیم، بعدا میایم میبینیم مسئلهمون به این مسئله تبدیل میشه. x1 به علاوه x2 به علاوه x3 به علاوه x4 مسئله اولیه‌مون هست، به شرط اینکه بگه xi بزرگتر مساوی با 1. اینو تبدیل میکنیم به y1 به علاوه y2 به علاوه y3 به علاوه y4، یکی یه دونه به ایشون دادیم، یعنی xi به علاوه 1 همون yi مونه. 7 منهای 4 3، بنابراین میشه ترکیب 4 منهای 1 3 به علاوه 4 منهای 1، ترکیب 3 از 6. البته همون ابتدا میتونستیم ترکیب k منهای 1 از n منهای 1 رو ازش استفاده کنیم، باز به همین ترکیب 3 از 6 میرسیدیم. سوال بعدی، ما تا سوال 44 حل میکنیم. معادله x1 به علاوه x2 تا x6 مساوی 16 چند جواب صحیح و نامنفی دارد؟ یعنی صفرم میتونه باشه. حالا میریم سراغ این شرط ها. x1 بزرگتر از 2، یعنی x1 بزرگتر مساوی با 3. x4 بزرگتر از، ببین اول شرط ها رو تبدیل کن به مساوی. x4 بزرگتر مساوی 4، x6 رو که دیگه داده، حالا اینا رو جایگذاری میکنیم، یعنی میشه y1 که میشه به علاوه 3، اینم 4 به علاوه 6 4 و 3 میره اون ور کم میشه، بنابراین میشه y1 به علاوه y2 به علاوه y3 به علاوه y4 به علاوه y5 به علاوه y6 مساوی با 16 منهای 4 و 4 8 به علاوه 3 11، 16 منهای 11 5.
بنابراین میشه 5 به علاوه 6 منهای 1 و 6 منهای 1 ترکیب 5 از 10. البته همون ابتدا میتونستیم از ترکیب کای منهای 1 بریم. نه دیگه، اینجا که جوابا نگفته. درسته گفته جوابا صحیح و نامنفی، اما شرط ها رو باید اعمال کنیم بعدن تبدیل بشه. مطلوب تعداد جواب های صحیح و نامنفیه. این دیگه خود معادله رو داده با این شرط ها. خیلی تمایل دارن از این نوع سوالات بدن، مخصوصا سوال 43 و 44 هم که نکته داره، اما سوال 42 کلاسیکه. میگه ایکس آی بزرگتر از صفر یعنی چی؟ یعنی ایکس آی صفر نمیتونه باشه، جواب های صحیح و مثبتش رو خواسته. یعنی ایکس آی بزرگتر مساوی با یک، یعنی یکی یه دونه بده بهشون، اما نه برای همشون، برای آی هایی که بزرگتر مساوی 3 کوچکتر مساوی 5. یعنی شما بیا بگو ایکس یک رو دارم، حالا همه اینا رو تبدیل میکنیم به ایکس یک تمون، ایگرگ یک، ببینید اینجا میگه ایکس آی به ازای این آی ها، یعنی ایکس یک آزاده چون آیش بین 3 و 5 نیست، بنابراین ایگرگ یک شرطی نداره، میتونه 0 باشه، ایکس یک هم میتونه 0 باشه، ایگرگ دو هم همینطور، اما ایگرگ سه معادل ایکس سه یه دونه باید اضافه کنیم چون میشه ایکس سه بزرگتر از صفره، x 4 x 5 سه تا از x هامون باید مثبت و مثبت باشن، بزرگتر مساوی با یک باشن، سه تا از 12 تا کم کنیم میشه 9 تا، بنابراین میشه ترکیب 5 منهای 1 9 به علاوه 5 منهای 1 این جوابه، یعنی میشه ترکیب 4 از 13. بریم، البته انقدر راه حل طولانی توی کتاب نوشته و تغییر متغیرها رو وحشتناک نوشته که فکر میکنید خیلی پیچیده است، اما همین روش رو انتخاب کنید خیلی راحته. اینجا چی میگه؟ میگه ایکس دو بزرگتر از 2، بنابراین یعنی ایکس 2 بزرگتر مساوی با 3، ایکس 5 هم که بزرگتر مساوی 4 رو داده، همین رو اعمال میکنیم، یعنی محصله رو تبدیل میکنیم به ایگرگ 1 به علاوه ایگرگ 2 به علاوه ایگرگ 3 به علاوه ایگرگ 4 به علاوه ایگرگ 5 به علاوه یه عددی دیگه، اینجا ایگرگ 5 به علاوه 4 میشه، میره اونور میشه منهای 4، همینطور x 2 بزرگتر مساوی با 3، بنابراین میشه y 2 به علاوه 3، 3 و 4 رو داریم، میره اونور 7 عدد 11 کم میشه، بنابراین 11 منهای 7 4 ترکیب 5 منهای 1 از 5 به علاوه 4 منهای 1 ترکیب 4 از 8. نصف صفحه برای همین یه ذره نوشتن، اما میبینید چقدر راحت، حتی تو آموزشم ما همین جوری این قسمت رو توی فصل آخر ترکیبیاتی که داشتیم آموزش میدادیم گفتیم تو کتاب درسی تغییر متغیر رو خیلی مفصل گفته، انگاری یه چیز پیچیده‌ای، اما میبینیم این تغییر متغیر رو ما راحت اعمال میکنیم به این صورت. ایکس آی بزرگتر مساوی با 1 باید باشه به ازای آی مساوی با 1. این یعنی چی؟ یعنی تمامی آی ها، چون ایکس 1 هم شامل میشه تا ایکس 6، همشون باید جواب صحیح و مثبت داشته باشن، همون ترکیب کای منهای 1 از n منهای 1، یا نه
تبدیل خواستید کنید به همشون، یکی یه دونه اضافه کنید، تبدیل کنید به معادله y1 y2 تا y6، 13 - 6 7، باز میرسید به ترکیب 6 - 1 یعنی 5 از 12. اما سوال 43 که خیلی سطحش با سوال 42 به نظر متفاوت میاد، اما این نکتهش رو بدونید راحت میتونید حل کنید. ضریب داره، یکی قسمت بش توان داره، قسمت پیش هم رادیکال داره. نه ضریب نه توان، ر رادیکال نباید در معادله باشه. حالا چجوری حذفش کنیم؟ تکنیکاشو ببینیم. قسمت الف، ما میگیم ایکس یا باید صفر باشه، چون جوابای صحیح شما خواهیم به دست بیاریم دیگه، ایکس یا میتونه صفر باشه یا ایکس میتونه 1 باشه یا ایکس میتونه 2 باشه یا ایکس میتونه 3 باشه. نه دیگه، 3 دیگه نمیتونه باشه. چرا؟ چون دیگه دفتر 4 میشه 12، بزرگتر از 8. اما 0 و 1 و 2 میتونه باشه. با این 3 تا حالت میاییم 3 تا معادله رو حل میکنیم. یکیش اینه، x1 به علاوه x2 به علاوه 4 دفتر 0 که میشه 0 به علاوه x4 مساوی با چند؟ 8. یعنی ترکیب سه تا دیگه، انگاری از ایکس هیچ انتخاب نشده، سه نو گل، x1 x2 x4، ترکیب 3 - 1 8 به علاوه 3 - 1. این برای حالت اول که میشه ترکیب 2 از 10. اما بریم حالتی که x1ه. اگر x1ه یعنی از گل نوع سوم یه شاخه گل، حالا دفتر 4 میشه 4 شاخه گل، پس میشه x1 به علاوه x2 به علاوه عدد چند؟ 4 دفتر 1 4 به علاوه x4 مساوی با 8. حالا میشه x1 به علاوه x2 به علاوه x4 مساوی با چند؟ آها، 8 - 4 4. دوباره اینو حل میکنیم، میشه ترکیب 2 از 4 به علاوه 3 - 1 یعنی 2 از 6. و در حالتی که x2 هست میشه 4 - 2 = 8، دیگه انتخابی برای اون دوتا نمیمونه، یعنی برای اون سه تا، x1 به علاوه x2 به علاوه 8 به علاوه x4 مساوی با 8، یعنی x1 به علاوه x2 به علاوه x4، یعنی هر شاخه گلی و از اینا انتخاب کنیم دیگه صفر نمیشه. بنابراین یه حالت داره، صفر از نوع شاخه گل اول، صفر از نوع شاخه گل تعداد شاخه گل نوع دوم، 4 تا هم که از 2 تا هم از نوع شاخه گل سوم و صفر. اینم یه جواب. پس ترکیب 2 از 10، ترکیب 2 از 6 به علاوه یه عدد 1، اینا رو با هم جمع کنیم میشه 45 به علاوه 15 به علاوه 1، بنابراین 61 پاسخ داره این معادله. اونایی که ضریب داشته پس به این صورت حل میکنید، جوابای صحیح امکان پذیر رو در نظر میگیرید و در هر حالت تعداد جواب ها رو از ترکیب به دست میاریم. اما قسمت ب هم مشابه همینه، یعنی میگیم چی؟ میگیم x2 یا میتونه 0 باشه یا x2 میتونه 1 باشه یا x2 میتونه 2 باشه یا x2 میتونه 3
سه باشه، همین حالت ها، که اگر x دو صفر باشه میرسیم به ترکیب 2 از 16. شما اینو انجام بدید. اگر x دو یک باشه ترکیب 2 از 15. اگر x دو دو باشه ترکیب 2 از 12. اگر x دو سه باشه ترکیب 2 از 7. و میشه 120 به علاوه 105 به علاوه 66 به علاوه 21، 312 جواب. و قسمت پم همینطور، x میتونه 0 باشه، x میتونه 1 باشه، x میتونه 4 و x میتونه 9 باشه. و برای حالتی که x 0 هست، x1 به علاوه x2 به علاوه 24 مساوی با 3، ترکیب 2 از 5. و برای حالتی که x1 هست، میشه x1 به علاوه x2 به علاوه 24 مساوی با 2، ترکیب 2 از 4. و برای حالتی که x مساوی با 4 هست، ترکیب 2 از 3. و برای حالتی که x مساوی با 9 هست، ترکیب 2 از 2، که میشه 10 به علاوه 6 به علاوه 3 به علاوه 1. اما سوال 44 که آخرین سوال هست، یه نکته ای داره که مربوط هست به استدلال. قبل از اینکه بخوایم این معادله رو حل کنیم، یه عددی به توان 2 رسیده، یه عدد صحیحی به توان 2 رسیده. چرا صحیح؟ چند جواب طبیعی داره. یعنی x1 x2 x3 بزرگتر مساوی با 1. چند جواب طبیعی داره؟ یه عددی به توان 2 رسیده بین 13 و 27. مجدورای کامل بین 13 و 27 چیان؟ 16 25. همین. یعنی یا باید x1 به علاوه x2 به علاوه x3 مساوی با چند بشه؟ 4. یا باید x1 به علاوه x2 به علاوه x3 مساوی با 5 باشه. اما نکته ای که داره اینه، شرط xi بزرگتر مساوی با 1 رو ما داریم برای حل این معادله، چون گفته چند جواب طبیعی یا صحیح و مثبت یکیه دیگه. خب اینو تبدیل میکنیم به y1 به علاوه y2 به علاوه y3 4 منهای 3 1، و اینم تبدیل میکنیم به y1 به علاوه y2 به علاوه y3 مساوی با 2. این میشه ترکیب 1 به علاوه 3 منهای 1 3 منهای 1. اینم میشه ترکیب 3 منهای 1 از 3 به علاوه 2 منهای 1. مجموع این جواب ها که میشه ترکیب 2 از 4 به علاوه ترکیب 2 از 3 البته اولی، که میشه 3 به علاوه 6 میشه 9. 9 جواب داره. حالا اون جواب رو خواستید پیدا کنید، مثلا این 1 0 0 نه نه 1. حالا این برای ایگرگ بود، تبدیل میخواد بشه به جواب ایکس. یکی یه دونه اضافه میکنیم، 2 1 2. یا این بالایی 0 1 0، یکی یه دونه اضافه میکنیم، 1 2 1. متشکرم، خدا نگهدار.